Recording in progress. This meeting is being recorded. قبل از اینکه جلسه بله بله قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم دوستان لطف کنن میکروفوناشون رو ببندن چون خشخش و صداهای مزاحم وارد میشه و صدا خوب پخش نمیشه چون جلسه داره ضبط میشه. لطف کنن همه میکروفوناشون رو ببندن. خیلی ممنون. با درود مجدد به همه دوستان و حاضران در جلسه، امشب میزگرد مشترکی توسط سه جریان جمهوری خواه لایک، اندیشکده آگاهی و شناخت، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران و حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران همسازی ملی. امشب در مورد موضوع در واقع موضوع بحث امشب در مورد قدرت چیست که ما دو سخنران دعوت کردیم که این بحث رو آغاز بکنن و پس از اون دوستان دیگه میتونن اظهار نظر بکنن در مورد صحبت هایی که دو سخنران کردن و احیانا خودشون اگر نظری دارن یا احیانا باز هم اگر ابهاماتی در صحبت های دو سخنران هست میتونن صحبت بکنن. قبل از اینکه شروع بکنیم آقای بدی کلامی، شما چقدر وقت احتیاج دارید؟ با سلام، من فکر میکنم به من که چهارشنبه از دادم 30 دقیقه وقت گرفته. بله بله اوکی، حد اکثر 30 دقیقه. البته این 30 دقیقه رو من با توپخ حساب نکردم، سعی میکنم توپخ کمتر بذارم. خواهش میکنم مفید بشه. ولی بله بله داره بشه 33 دقیقه مثلا. بله بله. آقای مکارمی شما چقدر وقت احتیاج دارید؟ هر چقدر شما بدید همون نیم ساعت. خواهش میکنم. نه شما بفرمایید حدودم. من به هر چقدر به من وقت بدید من صحبت میکنم. حد اکثر نیم ساعت وقت دارید دیگه. حالا نیم ساعت اگر 20 دقیقه 25 دقیقه هم صحبت کنیم خب به نفع بقیه مخاطبانه که در بحث بیشتر شرکت بکنن. خیلی ممنون ازتون. من همیشه موضوع... برای همه پاسخهای شما پرسش دارم. خواهش میکنم. لطف دارید شما. همونجوری که گفتیم موضوع قدرت که آقای بدی کلامی در چند بخش در مورد قدرت صحبت میکنن. ایشون دانش آموخته فلسفه علم روانشناسی و علوم رفتاری هستن. از چند زوایای مختلف ایشون قرار راجع به قدرت صحبت بکنن. یکی اینکه مکانیسم و ساختار قدرت از مرحله تکوین تا اعمال، در مقابله با قدرت یا آشنایی با گراماتیک، قدرت بر علیه قدرت مطلقه. سخنران دوم آقای حسن مکارمی هستند. ایشون روانکاو و پژوهشگر شاخه فرهنگی استراتژی در مدیریت هستند. ایشون هم در مورد قدرت از زاویه دیگه صحبت میکنند و تیتر بحثشون هست قدرت از رویکرد باورها و امکانات. پس از اینکه دوستان سخنران صحبتشون تموم شد دوستان میتونن ثبت نام بکنن و ما لیستو میبندیم، یعنی همه ثبت نام کنن که بر اساس اسامی که نوشته شده میتونیم به دوستان وقت بدیم که چقدر میشه صحبت کرد، چون در آخر هم به دو سخنران مجدداً 10 دقیقه وقت داده میشه که احیانا اگر بخوان پاسخی به پرسش هایی که دوستان کردن نظری دارن بدن و بنابراین 20 دقیقه هم باید برای اون دو سخنران حساب بکنیم. پس بنابراین پس از اتمام سخنرانی ها دوستان میتونن ثبت نام کنن و ببینید. بعد از سخنرانی دوستان آقای خلف اداره جلسه رو به عهده میگیرن و من هم عجب هستم که کمک میکنم به آقای خلف که اسامی و اینها رو وارد کنیم و زمان رو بدیم. دوستان خواهش میکنم میکروفونا رو ببندین که آقای بدی کلامی سخنانشون رو آغاز بکنن. چون این میگم برنامه داره ضبط. آقای فاتح ببخشید فاتح دوست عزیز ما فاتح میکروفونتون روشنه. آقای جعفر نژاد هم میکروفونتون روشنه. آقای آلن روشنه. لطف کنید دوستان میکروفونتون رو ببندید. آقای قاسمی مثل که شما آقای قاسمی میتونن از اونجا میکروفونا رو ببندید. بله دیگه شما نگاه بکنین اگر هر کی بازه لطف کنین ببندین دیگه.
آقای بدیع کلامی بفرمایید. خیلی ممنون. گفتین میکروفونا یاد چیز افتادم که دستام بالا غیر از من. به هر حال بحث ما در مورد قدرت، من فکر کردم تا اونجایی که میتونم فشرده حرف بزنم. خطری که وجود داره این که گرایشی دارم به این که هر تون صدام پایینتر و پایینتر بده که خیلی خطرناکه، امکان خوابالودگی میاد. بس هر وقتی که دوستان عزیز فکر کردم من دارم تون صدام پایین میاد، لطفا یه جوری به من یه ندایی بدن. بحث در مورد قدرت، من فکر میکنم اول چیزی که باید ازش شروع کنم این که یه تصور شاید غلط، شاید بدونیم که بدونیم ناخودآگاهی از غلط از قدرت هست که قدرت رو صرفاً به قدرت و اقتدار سیاسی تعریف میکنیم. این باعث میشه یه دید اخلاقی یا ابزاری هم از قدرت به دست بیاریم که چه بخوایم چه نخوایم، قدرت از نظر این دیدگاه یه پدیده عمودیه، یه پدیده ورتیکاله، در حالی که در ادامه توضیح سعی میکنم خصیصه افقی قدرتم بیان کنم. ببینید اینطوریه، قدرت اراده و امکان تغییره. این تغییرم طبیعتاً از تفاوت میاد. تا وقتی که زبان امکان ناپذیره، زبان نه به عنوان صرفاً وسیله بیان بلکه به عنوان ساحتی و قلمرویی که ما اونجا هستیمون رو میسازیم و هستیمون رو تعریف میکنیم، تا وقتی که زبان هست قدرت هم هست. یعنی چه قدرت صرفاً وسیله نیست، ابزار نیست، یه ساحت و یه بستری میشه. این رو به عنوان اولین قانونی که سعی میکنم از همینجا شروع کنم و در نظر داشته باشیم. سعی میکنم با مثالهای مختلف این بحث رو بیشتر باز کنم و احتمالا خیلی از دوستان با این تفکر که بیشتر هم از فوکوی فرانسوی میاد آشنا هستند در حدی. ولی من تلاشم این نیست که یه بحثی به قول معروف فوکو شناسی را بندازیم. تلاشم اینه که تصوری که فوکو داره یا کسای دیگه داره تا چه حد میتونیم اینو عملی بکنیم و کاربردی بکنیم. ببین وقتی که میگیم قدرت تو رابطه است و اجتناب ناپذیره، به این معنا در هر رابطه ای هست، در رابطه با فرزندان، با والدین، در رابطه با مادر و پدر مریض، در رابطه بقایت عاشقانه و خلاصه هرچی که هویت ما رو مثل یه انسان میسازه. ضمناً اگه قبول کنیم، بازم این اصل رو قبول کنیم که هویت انسانی ما، من انسان، بستگی به رابطه‌ام با دیگری داره. در واقع دیگری هویت من رو تعیین میکنه، وگرنه در جزیره تنها دور از همه بدون هیچ ارتباطی با دیگران و یا بدون هیچ خاطره ای از ارتباط با دیگری، من یک من ارگانیکم، یک من هویت انسانی نیستم. پس تا وقتی که رابطه رو مفروض بدونیم، رابطه ای از قدرت همیشه هست، حتی در کمک کردن به دیگران. ولی تأکید کنم که این نوع از قدرت در واقع یه رابطه خطی نیست، به این معنا که شخص آ با قدرتی که داره شخص بی رو وادار به انجام کار یا باوری میکنه. در این تصور کلاسیک به قول معروف ما قدرت رو در اختیار مفروض، در اختیار آ قرار میدیم، در حالی که بستر اینه که هم آ و هم بی در بستر و ساحت قدرت هستن، ولی آ در موقعیت قدرت و بی در بهترین حالت در موقعیت مقاومت. پس اینجا وقتی که بحث قدرت پیش میاد، حتما بحث مخالفش هم هست، مقاومت. حالا امکان داره دوستان بپرسن خب اگه اینطوری اعتراف اجباری از یک زندانی چی؟ بله این دقیقا اجباره و اجبار هم یک ابزاره. من از مهرهای شطرنج حرف نمیزنم یا از ابزارهای قدرت، بحثم سر ابزارهای قدرت نیست. من بعداً بحثم سر خود صفحه شطرنجه، صفحه که اونجا مهرهای ابزارهای قدرت خودشونو که نشون میدن. اون صفحه قدرت، اون صفحه شطرنج در واقع صفحه بازی قدرت است که در رابطه در جریان. خب حالا اگه اینطوری باشه و صرفاً قدرت رو عمودی از بالا به پایین نبینیم، بلکه از افقی هم ببینیم و در سطح هم ببینیم، به این نتیجه که میرسیم که در واقع خود قدرت ابزار و مایملک کسی نیست. سوال این پیش میاد، پس صاحبان قدرت چه هستن؟ در واقع صاحبان قدرت ابزارهای اعمال قدرت رو در اختیار دارن که حد استفاده اونا از این ابزارها و
بستگی به توان مقاومت دیگری داره. قدرت یک موقعیتیه، یک ساحتی داره، یه بستر از همچی که گفتم. ببخشید من اینو مدام تکرار میکنم، چون همون صفحه شطرنج رو تصور کنید تا بحث رو بگیرید. اصلاح تصاحب قدرت در واقع گمراه کننده است، چرا که کسی نمیتونه از بیرون این صفحه شطرنج بیا تو بازی و بازی رو ببره. باید خودش مهره بازی باشه، توی این صفحه باشه قبل از هر چیز. پس اجازه بدین من بحث رو ادامه بدم با به قول معروف شکلگیری قدرت، چون قدرت رو مثل یه مقوله ایستا که نبین. تا وقتی قدرت رو در مرحله تکوین اولیش به قول معروف نشناسیم، نمیشه با قدرت غالب بجنگیم. در واقع نقد قدرت غالب و نقد قدرت حاکم رو نباید با نقد قدرت قاطی کرد. وقتی بدونیم قدرت در همه روابط انسانی مستتره، اون وقت با قول معروف اون جعبه پاندورا رو باز کردیم. اما اینجا یه امای بزرگ است. اگه ما همان شیوه هایی که قدرت حاکم برای بقای خود انجام میده، ما هم همون شیوه ها رو بین رابط بین خودی، اپوزیسیونی، تشکیلاتی، خانوادگی داشته باشیم و تکرار کنیم، کاری انجام نداریم. در واقع خشونت با خشونت، دروغ با دروغ و مهمتر از همه دستاویزی قدرت حاکم رو به روایت های کلان با قول معروف با روایت های کلان خودمون جواب میدیم. من چرا اینجا از فوکو بهره میگیرم؟ میدونم فوکو کنشگر سیاسی نیست، هرچند فعال بوده، ولی استراتژیک نیست، کار استراتژیکی نکرده مورد قدرت سیاسی، ولی یک منبع آکادمیک جامع و بحث برانگیزیه و همزمانم منتقد رادیکالیه. در واقع خانش من از فوکو یه خانش بسیار محدود دم فقط در مورد قدرت تو این جلسه و طبیعتا هم میدونم دوستان شاید بگن قدرت فوکو در واقع انقلاب انفرماتیک قدرت به این صورت که اکنون هست، این نوع از قدرت شبکه‌ای که پخش شده رو ندید و عمرش به قول معروف کفا نکرد به این مسئله. ولی خب فوکو استدلال میکنه، استدلال خیلی خوب میکنه، بحثش هم از خود قدرت در ساختارهای قدرتمند بررسی میکنه که چطوری توی قدرت در این ساختارهای قدرت نهفته است. مکانیزمایی مثل نظارت، کنترل، تنظیم ارتباطات و اطلاعات اونجا حفظ میشه. در واقع اگه قدرت در رابطه معنا پیدا میکنه و این قدرت در رابطه در واقع بافته در رابطه های دیگه هم هست، مثل جنسیت، دوستی، خانواده و خلاصه هرچی که دو نفر یا بیشتر رو درگیر هم میکنن. در واقع قدرت مدام تکرار شونده و به قول معروف خود افزاست. خب گفتیم که ابزارم نیست، شیء خارج از رابطم نیست، مقر و جایگاه خاصی هم نداره، همه جا هست. پس اگه اینطوری باشه در مقابل قدرت حاکم باید یه ضد قدرتی هم باشه که من اینجا واسه اینکه بحثمون راحت کنیم اسم این ضد قدرت رو میذارم مقاومت. مقاومت در واقع خواهر دوقلوی قدرته به قول فوکو یه جایی گفته، حالا من دقیق یادم نیست ولی فکر کنم تو تاریخ جنسیت گفته. پس هر وقتی قدرت هست، دانش اعمال قدرت هم هست، چرا که حقیقت را اونی در موقع قدرت هست تعریف و بازتعریف میکنه، اونی که در موقع قدرت هست نشون میده که حقیقت چیه و برعکس این هم صدق میکنه. اونجایی هم که دانش باشه طبیعتا قدرت هم هست، چرا که میدونی که دانش خود به خود ابجکتیو و خنسا نیست، ما دانش خنسا نداریم. تلاش واسه کسب دانش در واقع تلاش برای قدرت هم هست و این اصلا که میگیم در واقع واسه خود فوکو هم صدق میکنه. یعنی فوکو سعی نمیکنه از معنایی که خلق میکنه خارج بشه. در واقع خانش من از فوکو اینه که او یه معنای درونی زیربنا یا فراگیر رو نقد میکنه، ولی تاییدم میکنه که معنا قصد در که معنا قصد و اراده همه اینا تولید میشه.
یه لحظه من نگاه کنم ببینم کجای بحث هستم. نه هنوز وقت دارم. پس دوستان، قدرت در رابطه را نباید صرفا با عمل کرد و قدرتمندان اشتباه گرفت. قدرت مملو و شیوه ها و استراتژی های مختلفه. چیزی نیست به معروف بشه در پستوی خانه به قول شاملو مثل عشق نهان کرد و بعد وقت خودش ازش استفاده کرد. نتیجه اینه وقتی قدرت هست امکان مقاومت هست، ولی همین مقاومت در جای دیگه خیلی از این بستره قدرت کار نمی کنه. مقاومت هم از همون گراماتیک، از همون دستور زبان قدرت استفاده می کنه. منظورم قدرت در حاکم نیست، خود قدرت به کلی در همون صفحه شطرنج. یعنی باید همون پویایی و تحرک، انعطاف و ابتکار، تورید و سازماندهی و باثبات باشه مثل خود قدرت. و بازم اینجا سوء تفاهم نشه، منظورم مثل تلاش قدرتمندان برای حفظ موقعیتشون در بستر قدرت. من پیش میرم، ولی راحت تر اینه که من از واقعا یک کانسپت، یه دونه مفهومی که خود میکنه به اسم گورنمنتالیته استفاده کنم. من تلفظ فرانسویش رو خوب بلد نیستم، دوستان آقای مکارمی بهتر از من میدونن. خب گاور به معنای حکومت کردن، حکمرانی کردن، و منتالیته هم بکنم تو فارسی ذهنیت کلمه خوبی باشه. در واقع گورنمنتالیته شکلی از حکمرانی که به بخشی از ذهنیت تبدیل میشه. این شکل مدرن از قدرت با اون قدرت سنتی، یعنی قدرت از بالا به پایین، طبیعتا فرق میکنه. ما میدونیم تو قدرت سنتی نخبگان حاکم سعی میکردن در کنترل شهروندان نقش داشته باشن. اعمال قدرت از جمله با نشان دادن عواقب نافرمانی صورت میگرفت. افرادی بی انضباط رو تنبیه میکردن، اعدام میکردن، تکه تکه میکردن، نه از خودش میگن، بلکه بیشتر واسه اینکه دیگران نشون بدن که این عاقبت نافرمانی. چیزی هم که توی جمهوری اسلامی تو جامعه ما هنوز در جریان. پس بیشتر قدرت از طریق القای ترس همگانی سعی میکرد روی فرد اثر بذاره. اون چی که قدرت میگه در واقع عمدتا به دلیل ترس باید دنبال بشه و هیچ عقلانیت هم در کار نیست، و چون که عقلانیتی نیست به دانش هم احتیاجی نداره. یعنی این نوع حکومت سنتی، این نوع شکل قدرت سنتی با تولید دانش کاری زیاد نداره. ولی واسه ولی اون چیزی که فوکو از گورنمنتالیته میگه اینه که قدرت، دانش و ذهنیت، این سه تا با هم دیگه در واقع اشکال قدرت و مکانیزمای کنترلی توی جامعه تشکیل میدن. این بسیار بحث مهمیه و نتیجه طبیعتاً از ارمغان و به قول معروف ادعایی که روشنگری با خودش داره، یعنی اینکه مفهوم آزادی از قدرت و ستم فئودالی، آزادی از اون دیدگاه جزمی و دوم دین، آزادی های فردی. خلاصه روشنگری پروژه رای بخش بود که به انحلال این ساختارهای قدرت سرکوبگر کمک کرد، ولی از نظر فوکو الزاماً با توسعه اجتماعی واقعی همسان نیست. در واقع نظریه فوکو در عوض اینه که ساختارهای قدرت منضبط و با دیسیپلین مکانیزمای جدیدی وجود میارن که توی تمام عرصه‌های جامعه نفوذ میکنه و مستقیما به حوزه فردی خصوصی فرد هم میرسونه و تنظیم میکنه. یه نوع قدرتی که با دانش گره میخوره. قدرت مدرن میخواد نظم اجتماعی رو تأمین کنه، ولی با ابزارهای متفاوت از قدرت سنتی. اینو میشه در حضور قدرت در زندگی روزمره دید. قدرت مدرن هم مبتنی بر دانش و هم دانش رو باستولید میکنه. دانش علمی در سیستم های خبره تولید میشه، بعد این حوزه های علمی از تخصص درست شدن. موضوع تخصص هم میتونه خود انسان باشه به عنوان ابژه. این دانش توسط شهروندان جامعه از طریق تعداد زیادی از نهادهای انضباطی
مانند مدرسه، خانواده، بیمارستان، زندان درونی میشه. به این طریق قدرت عمیقا در زندگی روزمره نفوذ میکنه و هنجارها و به قول معروف ارزش‌های جدیدی رو با خودش به همراه داره. این شکل از قدرت که بحث قدرت مدرنه نه نمیگه، ولی در عوض آری میگه، به ما نمیگه چه کار نباید انجام بدیم، بلکه القا میکنه که چه کاری باید انجام بدیم. بنابراین اگه این قبول کنیم که این قدرت از طریق ممنوعیت و دستورات اعمال نمیشه، بلکه از طریق هنجارهای هم اعمال میشه که از طریق عالی سازی دانش و فنون، دانش تولید و باستولید حفظ میشه. خب طبیعتا این هنجارها نیستن، بلکه در رابطه هستن، به این معنی که تنقیم میکنن و از طریق تعامل باستولید میشن. بهترین مثالش نمیدن بهترین مثال، و یه مثال خوب اینه که اگه مفهوم فوکو از قدرت رو با خود کلمه انگلیسیش پاور بررسی کنیم، هم پاور هم به معنای قدرت هست، هم به معنای جریان الکتریسیته در یک شبکه است. شما در یک شبکه وقتی یه جریان الکتریسیته دارین در تمام سطوح اون شبکه این جریان مستطره. قدرت هم اینطوری میتونیم در نظر بگیریم، اگه بخوام یکم از متافور استفاده کنم. پس این گورنمنتالیته که فوکو میگه در واقع شکلی از قدرت غیر متمرکزی، این خیلی مهمه، شکلی غیر مستقیم از کنترله که هم شامل خود کنترلی افراد میشه و هم کل جمعیت رو کنترل میکنه. ولی هدفم تا اینجا چی بود؟ نشون بدم که اگه فوکو از این را قدرت در رابطه یا رابطه که قدرت توش از حرف میزنه در واقع بحث میکنه، مهم اینه که بخش دیگه قدرت در واقع مقاومت هم بررسی میکنه. به قول فوکو مقاومت میشه همتای تسلیم ناپذیر قدرت. ولی مقاومت باید یه خصوصیاتی داشته باشه که بتونیم ما بهش بگیم مقاومت. یکی باید چند جنبه و چند وجهی باشه، اتفاقا مثل خود نظم حاکم انضباط بسیار مهمه. مقاومت باید به صورت محلی انجام بشه، باید یک نواخت و پیوسته اتفاق بیفته تا بتونه یه تغییر پایدار ایجاد کنه. مقاومت انضباطی نه با اقدامات بزرگ و متمرکز. به این بحث برمیگه، اینجا خیلی بحثه که مهمیه، حداقل نه در آغاز کار، بلکه با انبوهی از اقدامات غیر متمرکز به جایی که میرسه. من یه ذره آب بخورم، تو عمرم اینقدر پسرم حق نظره. ولی مقاومت در واقع میتونه از نظم انضباط هم یاری بگیره. در واقع جالب اینه که واسه انضباط برای دموکراسی و برابری بسیار لازمه. مقاومت باید به یک عادت روزمره و مدام تبدیل بشه. قدرت مطلق طبیعتاً سعی میکنه نشون بده که انحصار حق امتیاز حق قدرت با اونه، و حتی در جامعه پساسنتی قدرت سعی میکنه به شدت، یعنی کاملا نامرئی بشه. در هر دو حالت، چه سنتیش و چه مدرنش، اینه که قدرت مستتر وجود داره، همیشه هست، و وقتی که هست مقاومت هم بالقوه هست. ولی سوال اینه که چطوری میشه این مقاومت بالقوه و پتانسیل رو در واقع بالفعل رو اکچولایز کرد؟ شاید اینطوری بحث کنیم. تصوری که رایج بوده در مخصوصا در تفکر چپ سنتی اینه که برای تغییر همیشه ما از منطقه ازداد شروع کردیم، از دیالکتیک ازداد، به این معنی که در نقطه‌ای در جایی وقتی که درگیری ها خیلی قوی بشه باید به انتقاب، به انقلاب، به تغییر بیانجامه. ولی الزاماً این به عنوان اصل مقاومت عمل نمی کنه. به قول فوکو یه نوع مبارزه‌ای که توی مدل قرن 19 دیالکتیک ازداد خیلی وقتا کنش‌های محلی، اعتراضات مشخص و محدود و قابل تحقق و بر نمی‌تابه. ما
من یادم شاید 10 سال پیش بود، یه خانم مسیح عالی نژاد یک بحثی آورد به اسم، یک کمپین رو انداخت به اسم آزادی های یواشکی، بعد شد چهارشنبه های سفید، بعد شد دوربین شما، اسلحه شما، فکر کنم هم روزای اول همون شروعش خیلی اعتراض کردن که مشکل ما حجاب نیست، ما کلیت سیستم رو میخوام زیر سوال ببریم. ولی جالب اینه که این شیوه درست بود، این شیوه که از یه چیز، از یه امر خاص به جای امر کلی شروع کرد، چون واقعیت اینه مقاومت در ابتدای کار با یه نظریه کلی و با روایت های کلان شروع نمیشه. آی کلامی 10 دقیقه دیگه وقت داریم، بفرمایید. پیداده بیلا خیلی کم موده، مهار سعی میکنم چیزش کنم. بلکه از آشنایی با انواع شیوه های مبارزاتی که بود، از امور خاص، از چیزهایی که روزمره هستن، اینا رو آدم باید به همدیگه اتصال بده. شما فکر کنین که بحث در چیزی که در انقلاب به قول معروف جنبش زن زندگی آزادی ما ازش میتونیم درس بگیریم، این بود که اتفاقا بحث زنان، آزادی زنان، آزادی پوشش رو از اونجای شروع که از روزمرگی شروع کرد، نه از دوری های فمینیستی، نه از درک این که نه اول باید همه جامعه آزاد بشه، بعد وقتی همه جامعه آزاد بشه خود به خود زنا هم آزاد میشن، اینطوری نبود، بلکه باید از امور خاص شروع کرد. من سعی میکنم یکم بپرم از بحثم که برسم به بحث اصلی، یعنی بحث اصلی که چرس کنم بتونم یک نتیجه گیری بگیرم. من خیلی خوشبین بودم روی سی دقیقه. به هر حال اجازه بدین وقتی گفتم قدرت رو باید مثل یک پروسه دید، بیاین قدرت رو از مرحله تکوینش شروع کنیم. قدرت با تصرف کردن و مسلط شدن صرفا به دست نمیاد، بلکه از طریق همکاری و تعامل و تاثیرگذاری در جامعه شکل گرفته و تاریخ اینو نشون داده، هرچند که ما همیشه قدرت رو در مرحله پایانش میبینیم، به این معنا که خود به خود فکر میکنیم، خود به خود که چه عرض کنم، یه بخشی از چیزمون برمیگرده به درک سنتی ماکیاولی از قدرت، هرچند ماکیاولی از خود قدرت زیاد حرف نمیزنه، از شیوه های حکمرانی و شکل‌گیری قدرت و اعمال قدرت حرف میزنه که مثلا از شما بترسن بهتر است تا به شما احترام بگذارن. حالا دوستان امکان داره خورده بگیرن خب مگر اینطوری نیست، مگر دیکتاتورای مرگ و جان این شیوه رو به کار نمیبرن؟ بله، ولی اول کار اینطوری نبوده، اول کار برعکس اغلبشون با نفوذ و اتوریته معنوی، با مهارت این که دیگران رو از زاویه دیگری ببینن، نمیدونم خود را از زاویه دیگری ببینن، یه نوع منتالیزیشن داشته باشن، از تأثیری که داشتن روی همکاری جمعی، روی عدالت گستری شروع شد و اتفاقا خیلی از اقتدارگرایان و دیکتاتورها اولش رهبران خیلی محبوبی بودن. ولی چی پیش میاد که بحث عوض میشه، یعنی شخصیت اصلا عوض میشه. و جالب اینه که حتی یه مثال زیاد است و تحقیقات هم زیاد است توی زمینه روانشناسی تکاملی و فرگشت، حتی وقتی که بحث از انسان خردمند پیش میاد که چیتونه از گونه های نخستین از پرایمیت ها جدا شد، صرفا بزرگی مغزی یا اینکه از درخت ها اومدن پایین مجبور شدن وایسن و دستاشون آزاد شد و از ابزار استفاده کردن، صرفا اینا نبود، اینا بود، ولی مهمترین چیز کشف راز قدرت، راز قدرت همکاری خلاقانه و فعال بود. اون چه مقال معروف سردسته گروه های اولیه انسانی رو برجسته میکرد صرفا جسه بزرگ نبود، بلکه قدرت تأثیرش بر اعضای گروه از طریق همکاری بود. اینا حتی توی نخستیان، توی شامپانزه ها و توی پرایمیت ها میتونیم ببینیم. ولی خب سوال اینه که رهبران دانایی که با این همکاری جمعی و تشویق به روی همکاری شروع کردن
چطوری شد که در نردبان قدرت به یه جوری عوض شدم. به قول معروف جمعه هستش که میگن قدرت فاسد میکند و قدرت مطلق مطلقا. و بعضی ها رفت میدن به لورد اکتون تاریخدان و سیاست مدار قرن 19، بعضی هم رفت میدن که توی تولستوی بوده، که مهم نیست که به قول آقای اکتون قدرت مطلق برابر با تعداد روشنفکران شکست خورده، یعنی اون موازنه به هم میخوره. اساس بس اینه که قبول کنیم اگه قدرت در رابطه است و همه جا مستطره، نمیتونیم قدرت رو با بی قدرتی نفی بکنیم. با قدرت حاکم نمیشه از ابزارهای غیر عقلانی، ابزارهای ستمگرانه و ابزارهای سودجویان استفاده کرد. چیزی پیش میاد در مرحله ای که تغییری در اونایی که رهبر جنبش های انقلابی هستن، اونایی که به قول فرخزاد برای مهربانی میریم ولی دمون مهربان نیستیم، یه تغییری که وجود میاد که اون همکاری خلاقانه، اون روح جمعی رو از دست میدن و مجبور میشن از ابزارهای دیگه استفاده کنن. جالب اینه که توی علوم نیوروساینس هم خیلی تحقیقات زیادی شده و واقعا یه بخشی از توی پروفرانتال کورتکس نیرون‌های آینه‌ای داریم که اون اثر متقابل، اون اینتراکشنی که بین آدما وجود داره رو از طریق این آینه‌ها از همدیگه تقلید می‌کنه این نیرون‌ها. مثال خیلی خوبش توی بچه‌های نوزاد می‌بینیم و حتی توی حیوانات خانگی. و تحقیقات زیادی شده، آزمایش‌های خیلی جالبی انجام دادن که واقعا اونایی که در موضع قدرت هستن این استعداد رو از دست میدن، نمی‌بینن و حتی نمی‌شنون و قبول ندارن. هیتلر هیچ وقت صدای جنرال هاشو نشنید که باید از روسی عقب نشینی بکنی. خامنه ای هیچ وقت نمیخواد حرف حتی نزدیکان خودش هم بشنوه. من یه جنبندی کلی میکنم هرچه میدونم ببخشید بس خیلی سریع بود. از دید اخلاقی از قدرت شروع کردیم که صرفا قدرت رو در موقعیت قدرت سیاسی یا قدرت بعد نمیبینه. از این شروع کردیم، بس کردیم که قدرت در واقع امکان تغییر و اراده به تغییره و اشتاب وزیر مسیر هم نیست، ابزار هم نیست، بلکه بیشتر ساحت و همون صفحه شطرنج حتی اگه مهرام توش نباشه صفحه هستش و تا وقتی هم که قدرت هست مقاومت هم هست. از بحث گاورمنتالیته فوکو حرف زدم، قدرت مدرن و قدرت سنتی. و جالب این که خود رژیم حاکم بر ایران قدرت مدرن هم نداره، خیلی چیزهای شیبایی که به کار میبره همون شیبای قرون وسطایی و قدرت سنتیه به قول معروف. بعد از این که برای حفظ قدرت قدرتمندان در یه جای به یه مرحله میسن از سرکوب و انقیاد استفاده میکنن و این خودشیفتگی ناشی از قدرت که بهش هوبریس سیندروم هم میگن در واقع، یعنی از دست دادن قدرت امپاتی، از دست دادن قدرت ذهنخوانی و منتالیزیشن. سوال من اینه، ما اگه خودمون درگیر قدرت هستیم، در قدرت هستیم، در هر جمعی که هستیم، خطر این خطرات رو هم ببینیم که میتونیم به معنی این که یه جایی کم بالاتر رفتیم دوچار این خودشیفتگی بشیم، چه سیاست هایی باید داشته باشیم، چه ابزار هایی داشته باشیم که جلو اینو بگیریم. چون من فکر میکنم جریان زن زندگی آزادی، این جنبشی که راه افتاد، به ما خیلی چیزا رو یاد داد، از جمله اینکه این قدرت شبکه‌ای رو ببینیم، این محلی بودن رو ببینیم، اینکه از ریس قدرت‌ها چطوری میتونن با هم دیگه جمع بشن. و اینکه تو این جریان کارم خیلی متاسف میشن که چرا یه اتحادی هنوز پیش نیومد یا اگه پیش میاد از بین میره. واقعا خوب هم هست چون که ما رو داره واکسینه میکنه در مقابل بیماری اصلی در آینده. من بیشتر از این فعلا حرفی ندارم، بعدا اگه دوستان صحبت بذار در بیار بذار بپاسه.
در خدمتم. خیلی ممنون آقای کلامی. آقای مکارمی بفرمایید. آقای مکارمی بس خواهش میکنم دوستان میکروفوناتو ببندید. سلام دارم خدمت دوستانی که بعداً به ما پیوستن. آقای مکارمی بفرمایید. بله خیلی ممنونم. سلام میکنم خدمت همه عزیزان، چه از این راه و چه از طریق تلویزیون. پرسشی که با توجه به مفهوم قدرت مطرح میکنم اینجا، یک پرسش بسیار ملموس و روشنی است. خود پرسش راستش، من وقتی از ایران آمدم 32 ساله بودم و یک پرسش مغز من رو میخورد به شکل خیلی جدی که چی شد که اینطور شد. یعنی این تغییر قدرت به چه صورتی شکل گرفت؟ و بعد هم الان بیشتر مطرحه، برای خب 44 سالم ادامه داره. نه تنها قدرت گرفته شد، بلکه 44 سال هم این قدرت ادامه پیدا میکنه. یک پایان نامه دانشگاهی نوشتن و دو تا قانون اساسی، اول مشروطه و دوم جمهوری اسلامی، رو با هم مقایسه کردم با یک متدی که از اساتید هاروارد گرفتم که بفهمم چه شد. برای این کار بالاجبار رفتم از زمان صفویه و حضور رسمی مؤممین شیعه و مدارسشون شروع کردم، تا اون انتها رفتم و سعی کردم که فقط روی انقلاب مشروطیت به عنوان یک تغییر خیلی مهم پا بگذارم. و بعد و متوجه شدم که غیر از مشروطیت، اون چیزی که مهم هست برای بررسی پیدایش جمهوری اسلامی همین مسئله ارضی است، یعنی انقلاب سپید. با توجه به این دوتا محور سعی کردم که به نتیجه برسم و اینجا میخوام این نتیجه رو خیلی فوری و خیلی خلاصه مطرح کنم در موردی که عزیزان نظر بدن. اون موقع شاید فرصت باشه بیشتر هر تیکش رو میشه شکافت. من قدرت رو فعلا از این نظر اینجا مطرح میکنم. قدرت مجموعه باور به علاوه تدارکات یا امکانات. حالا این باور رو میتونه یک فرد به خودش داشته باشه، نمونه های مختلف داریم مثل ناپلئون، هیتلر، غیره، یا حتی خود خمینی. میتونه توهم باشه، باور به توهم، مثلا مثل قذافی و مثلا صدام حسین. میتونه یه مقدار وطن دوستی و مردم دوستی، انسان دوستی، حیات دوستی، حتی علم دوستی باشه، مثل بحث سکولار و لائیک، یا جهان بینی و انگیزه های سنتی داشته باشه. با این من میذارم همه اینها رو به عنوان باور، برای اینکه این باور رو میتونیم در یک حوزه باشیم. حالا من بگیرم باور رو مثلا همین زمین شطرنجی که جناب کلامی میگه، همه اون اینجا هستیم، تو این میدان باور هستیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ این که وقتی که مسئله تدارکات و امکانات رو من مطرح میکنم در طول این تمام صحبتم، بالاخره پول، نیروی انسانی، اسلحه، سازمان و آموزش، مهارت نیروهای انسانی، غیره، اینها رو بهشون میگم تدارکات یا امکانات. و طبیعتا اگر نگاه بکنیم همه اینا رو میشه ترجمه کرد به پول و عملا هم در مسائل اقتصادی و این کار رو میکنیم، ترجمه شون میکنیم به پول ثابت. حالا در انقلاب مشروطیت چه اتفاق افتاد؟ اساساً و بعدش البته، اساساً حضور انقلاب مشروطیت، یک مورد این بود که مؤممین از دو قدرتی که به دست آورده بودن اخراج شد، آموزش و قوه قضاییه، از این دوتا اخراج شدن کلا. و مسئله سوم اینه که به هر حال مدرنیته یا مدرنیزاسیون، هر کدومی که دلمون بخواد، وارد ایران شده بود قبلا، ولی عملا وارد زندگی اجتماعی مردم شد.
پس در واقع دو تا پارازیت به عنوان نیروی غذایی و پارازیتی به نام آموزش که مقاومت هم میکردن در مقابلش اخراج شدن و به جاش علم آمد، علمی که دکارتیست، یعنی رابطه علت و معلولیست. حتی قوانین جزا که تر شد، اینها درسته که از سنت هم استفاده کردن، ولی علت و معلول درش خیلی قوی تر بود تا نظام جزایی که معممین تر میکردن. اونها مسئله علت و معلول نبود، مدل سازی است. اصلا اساساً مذهب کارش مدل سازیه، نه علت و معلولی. یک جمله رو میگیرن بغل یه جمله دیگه میذارن، از این یه مدل میسازن و با مدل استدلال میکنن، نه اینکه یک مبنای علمی علت و معلولی داشته باشه. و مشکل اساسی هم اگر توجه بکنیم، وقتی که خمینی میگه که هر چی میکشیم از این دانشگاه هاست، منظورش که هر چی میکشیم از روابط علت و معلولی است، از علم. درست هم هست، در مقابل خرافاتی که هیچ مبنای علت و معلولی نداره، 23 جلد بهار الانوار و حلیت المتقین رو نگاه بکنیم، هیچ مبنایی نداره. حدیث، قرآن، حدیث، روایات. حالا من وارد این بحث زیاد نمیشم، ولی به هر حال من میگم خیلی مهمه این دوتا مسئله، بیرون کردن این معممین از قوه قضایی و از فضای آموزشی. تونستیم ما یه جانی بگیریم، جامعه تونست جان بگیره با بیرون رفتنیم. فسادی که در قسمت آموزشی معممین با خودشون آوردن، متاسفانه فقط جایگزینی علت و معلول با خرافات نبود، این یکیش بود. یکی دیگر این بود که اساساً چون علت و معلول رو متوجه نمی شدن، گوش نمی دادن اصلا، گوششون بسته بود و هنوزم ادامه داره. این بستن گوش تبدیل شد به یک حرفه براشون و همه جا، خب مثلا آبلوله کشی، من واردش برم، خیلی همه اینقدر شنیدیم این مسائل رو که مقاومت های معممین در مورد علم و اثرات فنی که علم با خودش میده. اما آنچه که باز اتفاق افتاد، حالا به تدریج بالا پایین، یه مقدار هم ما نیروی سیاسی مستقل از سلطنت پیدا کردیم، مدرنیته آمد، درس آمد، علم آمد و نیروهای سیاسی مستقل از سلطنت، این هم پیدا کردیم این مسئله رو. اما با اینجا به نظر من از دور که نگاه بکنیم، داریم ادامه مشروطیت رو میریم جلو. در ایران از عهد صفویه به این طرف اساساً سه قدرت، سه هرم قدرت، من بهشون میگم سه هرم قدرت وجود داشت و بقیه هم جزء قدرت نبودن اگرچه وجود داشتن: هرم خوانین، هرم اربابان و هرم معممین. سفش هم مثل هم کار میکنه، یعنی یکی اون بالاست و بقیه، آیت الله العظما و بقیه، خان و بقیه، ارباب و بقیه. در این سیستم، این ستا هرم، میبینیم که اولا هیچ کس مسئول نیست، همه تصمیم ها رو یک نفر میگیره نهایتا، و چون مسئول نیست و تصمیم نمیگیره و احساس مسئولیت نمیکنه، وارد این سیستم تصمیم گیری نمیشه، اصلا نمیذارن کسی بره در سیستم تصمیم گیری دخالت بکنه، بیاد تو. یعنی افراد تبدیل میشن به یک نوع سربازانی که در این ستا هرم، این سربازانی که حتی بین خودشون هم بحث نمی کنن، یعنی از بالا راحت نتا پایین. ما محصول این ستا هرم هستیم. حالا اگر اجازه بدید که این اصل فروید رو هم من اینجا استفاده بکنم، ازش که خودم هم بهش شدیدن معتقدم، اینی که تغییر سیستم اندیشه از طریق مدل سازی معممین سیستم کارتلیان دکارتی، یعنی علت و معلول، با یه نسل و دو نسل صورت نمیگیره. تقریبا 80% از شکل‌گیری ناخودآگاه هر انسان تو 7-8 سال اول صورت میگیره و چون اون شکل گرفت، خیلی مشکله بعد با علم بخوایم برطرف بکنیم این مسئله رو. این امکانش خیلی کم
یه نسل و دو نسل و سه نسل کافی نیست، حالا نتیجه شرم داریم میبینیم. به هر حال در سال 1342 41 تا 48 در عرض 6 سال ما یک نظام تولیدی 600 ساله رو شکستیم بدون این که فکر کنیم چیزی میخواییم جاش بگذاریم. و وقتی که انسان نظام تولیدی شکسته میشه برمیگرده به سنت هاش و هیچی دیگه برش نمیمونه، هیچی نگذاشتیم کردیم. یعنی از اون موقع تقریبا 40% 45% مردمی که در روستاها زندگی میکردند، حدود 20% 25% مردمی که عشایر بودند، همه اینها رو ما یک دفعه نظام تولیدیشون و سلسله مراتبشون شکستیم. و درست هم این شکسته شد، شکستن فقط در حرف نبود دیگه، یک ارباب نموند دیگه، یک سان به اون شکل فرماندهی نمی کرد، حضور به اون شکل نداشت، آمدن در شهرها بهشون سهام کارخانه ها رو دادن. چه حاصل شد؟ که در عرض اون 6 سال 1,700,000 نفر از فقیرترین بی فرهنگترین مردم روستا یعنی خوشنشینان آمدن دور شهرهای بزرگ. و چون اینها نظام تولیدی که داشتن، اینها وابسته بودن به دهقانان نسبی، اونها بهشون کار میدادن، حقوق هم میدادن، چون آمدن دور شهرهای بزرگ و تقریبا جز برگشتن به سنت و شناختن معممین پناهی نداشتن، جایی نداشتن. دو تا شاخه اساسی که سلطنت روش سوار بود، خانها و اربابان، شکسته شد. و میدونیم که عمدتاً شاهان و سلسله های شاهی یا شاهنشاهی در ایران روی طایفه ها بوده، خان قبیله حاکم. هر کدوم نگاه بکنید، آقا محمد خان، آقای وکیل رعایا، فرق نمی کنه، خود صفوی هم به هر حال تحت تاثیر شاه صفویان بودن، درستی که کرد ترک بودن که فارسی رو به عنوان زبان رسمی قبول کرده بودن. به هر حال یه نگاه کلی که بکنیم چه اتفاقی افتاد، که این نیروی عظیمی که نتونست خودشو کنترل کنه، یعنی روزی که ما معلم فرستادیم برای بچه های روستاییان، تا اون موقع نه یک کیلومتر راه بود، نه یک بیمارستان بود، نه یک مدرسه بود. سال 1941 شروع شد. روزی که ما معلم فرستادیم که درس بچه 7 ساله رو بده، همون روز به پدر دهقانش که نسل در نسل بی سواد بود گفتیم بیا اداره اینا سن بابازرگه. من دارم میگم این آقایم. بله. ببخشید من یک کمی. خب خواهش میکنم بفرمایید. در واقع چه اتفاقی افتاد؟ از یک طرف معممین و هرم معممین شکسته نشد. معممین ایران اولین حزب سیاسی جهان رو ساختند. موقعی که اینها نظام شیعه رو بر اساس نظام مغان درست کردن چی بود؟ یک رئیس مدرسه بود، آیت الله عظما، که این پول میگرفت از مردم، یعنی هواداران مثل حزب در دور افتاده ترین روستاها، و این رئیس مدرسه پول رو بین دانشجوانش تقسیم میکرد، یعنی از نظر مالی مستقل، از نظر فکری مستقل، مدرسه مستقل، افرادی که قراره برن تبلیغ کنن مستقل، و اصلا نیازی نداشت. خواستن اینها رو سربازی ببرن که عملی نشد. یعنی اینها مقاومت کامل کردن که این نهاد هرم معممین رو حفظ کنن و کردن. با توجه به اینکه ضعیف هم شده بودند، ولی ادامه دادن تا آخرین لحظه. و چه حاصل شد از اینها؟ از یک طرف بعد از انقلاب سپید، بعد از اصلاحات ارضی، یه مقدار خیلی زیادی سازمان مردم روستاها و عشایر به هم خورد. از یک طرف دیگه اونجایی که ما بهش میگیم مبنای طبقه متوسط پشتیبان دولت، یعنی دولت از طبقه متوسطی شروع شده بود، پیدا شده بود که این طبقه متوسط
بودند ولی هیچ گونه نهاد جامعه مدنی نداشتند. همه میدونند یا دو تا حزب بود که این دو تا مردم و ایران نوین، یکی علم یکی هویدا، بعدم شد یکی رستاخیز. اصلا اساسا دوران شاه به هیچ ترتیب نهاد جامعه مدنی مستقل امکان حضور نداشت. یک کانون وکلا بود که اون هم به شکل‌های مختلف تحت فشار، یک سازمان سنفی فقط در دانشگاه‌های ایران وجود داشت این موقع به نام سازمان سنفی دانشجویان پلی‌تکنیک تهران، تموم شد بعد. یعنی نه خباز‌ها، نه قصاب‌ها، نه کارمندان، هیچ کس به عنوان نهاد جامعه مدنی حضور نداشت. و این جمله خیلی درستی که در واقع قدرت مدرن در همکاری خلاقانه اعضای نهاد جامعه مدنی است، وجود نداشت اصلا که بیاد دخالت بکنه. تنها جایی که وجود داشت رو برعکس، هرم معممین، مسجد، مدرسه، تکایا و حتی حالت قرضال اصلا بین خودشون، یک هرمی بود که اینها جامعه مدنی و نهادش داشتن. ما از یک طرف اونجا رو داشتیم، از یک طرف این طرف، دوتاش افتاده بود، اربابان و خوانین. اون دوتا که افتاد، خود شاه هم سیستم نتونست نهاد جامعه مدنی درست کنه که اینها دور هم جمع بشن حداقل یک کاری انجام بدن. این از اینجا وقتی نگاه میکنیم به این شکل میبینیم که مؤممین، یعنی مؤممین یعنی ولایت فقیه ها، اینها تونستن یک قسمت باور قوی که دارن استفاده کنن ازش، یه باور قوی 500 سال از آخوند دوزاری نیست دوستان من، اشتباهه، یک قدرت قوی منعکس شده در کل جامعه 500 سال است. دو، امکانات خودشون رو دارن، یعنی یک هرم قدرتی دارن. سه، با توجه به این دوتا تمامی قدرت اداری ارتباطی نظامی رو هم گرفتن، بلکه امکانش داشتن. و آنجا چیزی که ما الان ثمرش هستیم، محصولی که الان نشستیم اینجا داریم بعد از 44 تا جمهوری اسلامی، میبینیم که ما هنوز هم نتونستیم با تمام تلاشایی که شده، احترام به تمام تلاشایی که شده، متاسفانه شوربختانه هنوز هم نتونستیم بفهمیم که نهاد جامعه مدنی، این جورای خیلی باریکی که از کوه میاد پایین، اینا و ترکیب اینها با هم، هم برای آزادی و استقلال و یک حکومت لائیک و سکولار لازمه، هم برای ادامه سازندگی و دموکراسی. کجا میشه دموکراسی رو آورد وقتی ما نهاد جامعه مدنی نداریم؟ نهاد جامعه مدنی در هر دو حالت باید به وجود بیاد. به همین دلیل در 44 سال گذشته یک نهاد جامعه مدنی رو نگذاشتن، آشنا هستن کله نهاد جامعه مدنی هستن. هدف از مجموعه نظام اطلاعاتی و انتظامی دولت جمهوری اسلامی در مجموع، هدف زدن کله نهادهای جامعه مدنی است. آقا بیره در روز اکولوژی صحبت میکنه، کله شو بزن. آقا میگه اعتصاب شرکت واحد، کله رو بزن. کارگرها، یعنی کله زدنه. وقتی یه دفعه میبینید دفعه میشه یک کار بزرگ مثل اعتصاب رانندگان شرکت واحد، یعنی کله رو زدن دیگه، اصلا هیچی نیست تهش، نمیتونه تکون بخوره. حالا تنها راهی که میمونن، همین رو گفتم که برسم به اینجا و این مسئله رو بگم، این که تنها راهی که میمونه ما بتوانیم نهادهای جامعه مدنی رو به وجود بیاریم، آموزش بدیم، کار بکنیم، کار خلاقانه بکنیم و بتونیم از اینجا بتونیم یکم هرم مؤمنی یه تکونش بدیم. یکم کافیه، یکم اینو بتونیم تکون رو از جاش ببریم، یکم اون طرفتر به یک روزه نمیشه. این مسئله اشتباه رو من بارها به دوستانم تذکر دادم. اسلام زدائی، شیعه زدائی نمیشه، امکانش نیست. 500 سال ریشه است. دلمون میخواد، همه دلمون میخواد، ولی بیایم به سمت مطلوب ممکن، نه مطلوب، نه امروزه
شیعه زدائی میشه کرد، نه امروزه میشه حکومت لایک و سکولار ایجاد کرد. امکانش نیست. حکومت لایک به مردم سکولار ایجاد داره، نه به دولت سکولار. کجاست اون مردم سکولار؟ کجا هستن اینا که من نمیبینمشون؟ این 85 میلیون چند درصد سکولارن؟ یعنی چند درصد اعتقادات خرافی ندارن؟ چند درصد نمیخندن وقتی مهممین دوربین میگیرن که ماه رو بخوان رصد کنن که آیا عید فطر هست یا نیست؟ یعنی باید مردم بخندن دیگه. از زمان خیام به این طرف ما میدونیم، الان که اصلا ثانیهش رو میدونیم وضع ماه و خورشید و زمین در چه وضعی هستن. خب اگر علمی بودیم، اگر ما مردم سکولاری داشتیم، باید میخ میادن بیرون میخندیدن باقا که نمی کنن این کارو. هم نمی خورن تا وقتی که از اون آیت الله عظمایی که پیروی میکنن بهشون بگید. خلاصه همه این حرفا رو به این شکل که باورمندان رو باید بهشون کار کرد که از این باورمندیشون به این شکل، به این فکری که الان هست، یعنی از بچگی آمده، این باورمندی در حوزه عقل نیست، در حوزه ناخودآگاه. آقای مکارمی 10 دقیقه دیگه وقت داریم. خیلی ممنون که در حال امروز اگه بخوام یه تصویر بدم خدمتتون، ما یک هرم سیاسی داریم که قدرت اصلیش از بدنه هرم مهممین میگیره. قدرت اصلی این دیگران هم هستن، ولی قدرت اصلی مدیران سیاسی ما از هرم مهممین هست. اینو داریم، محکم هم هست، با من می جنگن، دوام دارن، ولی همین که در مقابل یک خطر عمومی قرار می گیرن، این رو اختلاف بین خودشون رها می کنن. بسی این بنیان قدرته. یک، دو، باورمندانی داریم که اینها به هیچ ترتیب سکولار نیستن، میخوان طبیب باشن، متخصص اطفال، فرق نمیکنه. اینها به هیچ ترتیب باورمندان اینها در حوزه علت و معلولی نیستن، در حوزه انشاءالله هستند. و از یک طرف اینجاست، یعنی هم این مسئله رو ما میبینیم، یعنی باورمندان که گلوله های ارزان قیمت هستند، در جنگ ها دیدیم، در مثلا جنگ ایران را باورمندان و کلیه امکانات مهممین شیعه از سیاسی، مدیران سیاسی، امکانات کل دیگر رو هم گرفتن، یعنی تمام روابط اجتماعی، تمامی مسائل رادیو تلویزیون و غیره، مساجد و تکایار هم که قبلا داشتن، مداهین هم که قبلا داشتن، جای خالی نیست که نهاد جامعه مدنی در ایران بتونه به وجود بیاد، بتونه ساخته بشه، بتونه آموزش دیده بشه. میدونن نقطه کور ما اینجاست، یعنی با یک دولتی، یک قدرتی طرف هستیم که روی دو تا امکانات نشسته، امکاناتی که داشته هرم مهممی، امکاناتی که دست آورده، روی دو تا قدرت نشسته، روی دو تا در واقع باور نشسته. یکی کسانی که باور دارند به مهممین چون مذهبی و سنتی و غیره هستن، یکی کسانی که باور دارند به ولایت فقیه، که فرق میکنه، دوتاشون یکی نیستن. یعنی سنتی هایی که اعتراض نمی کنند، اینها رفیق و همکار اونهایی هستند که در ولایت فقیه یا خودشون میگن غرق در ولایت هستن. پس هر دو رو دوتا دوتا داریم، یکی نداریم. دوتا هرم، دوتا باورمند، و در مقابلش 85 میلیون انسانی داریم که اینها عمدتاً در دامن پدر بزرگ و مادر بزرگهای بزرگ شدند. اینها تعداد بسیار زیادشون دوستایی، عشایر، شهرهای کوچک، و امکان نداره، امکان بهشون نمیدادند. این بزرگترین اشتباه انقلاب مشروطیت این بود که همه میدونن دیگه، تمام خدمات رو برد روی شهرها. دو دفعه بحث کمک به روستاها شد، یه دفعه قوام السلطنه کرد که قانونی برد مجلس
که 10% سهم اربابی بره مسجد ساخته بشه. زنده یاد دکتر مصدق آمد 10% رو کرد 20%. و بعد از مسئله سال 32 متین دفتری، پدر همین آقای متین دفتری خودمون، متین دفتری مسئول شد که بره ببینه چطور شده، یعنی این 10% و 20% چه اقدامی شده. من از خود آقای متین دفتری پرسیدم، گفت نتیجه کار تحقیق پدر من این بود که یه مورد هم اجرا نشد. و بعد از اینکه مجلس برگشت، اولین کاری که وکلای محترم کردن نقض همین قانونی بود که زنده یاد مصدق بود، اولین قانونی که نقض شد. میبینی هیچ کاری ما نکردیم برای مجموعه روستانیانمون، یعنی بیشتر از 60-65% مردم رو ندیدیم، خانم ها آقایون ندیدیم، نگاهشون نکردیم، نیستن، نبودن، هیچ جا نبودن، در قصه ها نبودن، در شعر ها نبودن، تو دانشگاه ها نبودن، تو مدارس نبودند. و ما به این مسئله که اساس و بنیان هست، 65% مردم، هیچ کدوم از پدران ما اعتراض نکردند، تلاشی نکردند. فکر کنم همینجا دیگه بیستم، برای که بعدم خیلی زیاد شور بزنم، هم شما را ناراحت میکنم، هم خودم روزخونی میشه برای ولی خیلی ممنون خیلی ممنون آقای مکارمی. دوستان بخش دوم وقت میدیم به حاضرین در میزگرد. دوستان 5 دقیقه وقت دارم، وقت بگیرم. آقای سربی و آقای قاسمی و خانم بنیانی وقت گرفتم، به دوستان میتونن وقت بگیرن، سوال کنن، انتقاد کنن، پیشنهاد بدن. خواهش میکنم در بحث روز بمانیم، به مسائل دیگه مراجعه نکنیم. آقای سربی بفرمایید، 5 دقیقه وقت دارید.
مرسی آقای سربی. آقای قاسمی بفرمایید. ما میتونید لطفا اسم منم یادداشت کنید؟ حتما آقای صالحی. آقای قاسمی بفرمایید. دستگاه من خراب شده. با درود خدمت دوستانی که بعداً تشریف آوردن، یادآوری میکنم که این یک جلسه در واقع سه تا سازمان جمهوری خواه دموکرات و لایک هست که با هم همکاری میکنن و این جلسه رو مشترکاً با هم گذاشتند. موضوع جلسه در ارتباط با قدرت چیست؟ من سعی میکنم در چند کلام بگم که قدرت رو چگونه میبینم و در ارتباط با سیاست و ایران این قدرت به چه شکل میتونه باشه. خواهش میکنم دوستان میکروفون رو ببند. خواهش میکنم. بفرمایید آقای قاسم. بله. عرض میشه که قدرت چیه؟ از تعریف الندیلو من میگیرم. الندل یا الندیلو میگیرم. قدرت در واقع تعامل بین یا انتراکتیویته انتراکسیون بین دو چیز هست، حداقل دو چیز هست که با استفاده از تمام وسایل ارتباطی، نه تنها زبان بلکه همه وسایل ارتباطی، با همدیگه وارد تعامل میشن، هر کدوم با دانستنی های خودشون، با باورهای خودشون و با امکانات خودشون. وقتی این دوتا با هم در با هم برخورد میکنند یا میخوان برخورد بکنند، قدرت های خودشون نشون میدن و اینجاست که قدرت از حالت پتانسیل تبدیل به حالت عینی و واقعی میشه، یک چیزی میشه برایند این دوتا که حالت عینی داره. برای اینکه روشن‌تر باشه یه مثال میزنم. مثال ترانسفورماسیون الکتریسیته یا برق. شما یه الکتریسیته رو کارخونه تولید میکنه با 60,000 ولت، یکی دیگر رو تولید میکنه با 230,000 ولت. این دوتا یه جایی باید با همدیگه برخورد بکنن که تبدیل بشن به اون چی که میشه عبرد به خانواده ها، میشه تبدیل کرد به 230 ولت که اینو بشه استفاده کرد. این دوتا را اگر این وسط یک چیزی نباشه که اینو کنترل بکنه، تبدیل به تخریب میشه و دوتا کارخونه ها منفجر میشن. این وسط یه چیزی گذاشتن به نام ترانسفورماتور، یعنی برای اینکه جلوی این دخالت دوتا به، یعنی تبدیل به یک چیز بهینه بشه، یک چیزی رو گذاشتن که در واقع این قدرت آ و قدرت ب وقتی به هم میرسن همدیگر رو تخریب نکنن بلکه تبدیل به یک چیز مثبت بشن. در انسان هم همینه. انسان ها با همون تمام امکاناتی که دارن، باورهایی که دارن، با همدیگه در روبرو قرار میگیرن و به دلایل سنتی فرهنگی اینها رو نمیارم، ولی اون چیزی که میتونه اینها رو در میکروفون رو ببندم. بله.
در صورت این وقتی یک چیزی که اون حالت ترانسفورماتور رو داره و میتونه این قدرت رو کنترل بکنه، نه مقاومت بکنه بلکه تبدیلش به یک حالت مثبت بکنه، قوانینی هست، قراردادهایی هست که عوامل شرکت کننده در قدرت با همدیگه تعیین میکنن. یعنی یک قرارداد اجتماعی، یعنی یک قانون اساسی، یعنی یک قانونی که بر اساس اون یک جامعه بتونه با هم حرکت بکنه. برابر این قدرت مرتب وجود داره، با قدرت دیگر در حال تعامل انتراکتیویته است و برای اینکه این کنترل بشه، تبدیل به یک چیزی بشه که برای جامعه مفید باشه، قوانینیه که اون جامعه میتونه به وجود بیاره بر اساس شرایط خودش. خیلی متشکرم. متشکرم آقای قاسمی. خانم بنیانی سوسن بفرمایید. خانم سوسن بنیانی، قبل از اینکه بحثمو شروع کنم، آقای خلف، بعد از من آقای کیومرث اسم نوشته، منصور و آقای صالحی دارین. بله کاملا بفرمایید. متشکرم. قبل از هر چیز از آقای کلامی و آقای مکارمی واقعا تشکر، خیلی بحث خوبی کردن و از دو زاویه مختلف مسئله رو بررسی کردن و حداقل من استفاده بردم و امیدوارم دوستان دیگه هم استفاده برده باشن. منم چند نکته کوچیک شاید اشاره بکنم. در بحثا به نظر من به یک چیز اشاره نشد، قدرت رو تعریف کردن، خصوصا آقای کلامی از منظر فوکو و خانشی که ایشون داشتن از فوکو که به درستی هم بود. اما اگر توجه بکنیم، اتفاقا فوکو هم در خیلی جاها میگه اینکه قدرت خب یک سیستمه، قدرت فرد نیست، برخلاف اینکه متاسفانه در شعارهای خیزش اکنون همه میگن مرگ بر خامنه‌ای یا خامنه‌ای رو به عنوان یک قدرت یا سپاه رو به عنوان یک قدرت میدونن، قدرت در یک سیستم بازی میکنه و یک فرد اعمال نمیکنه قدرت رو. بنابراین اگر این سیستم نباشه، قدرت اصلا نمیتونه اعمال بشه. بنابراین اونجوری هم که حالا میگم فوکو میگه، حتی قدرت رو سیستم میدونه که از قدرت سیاسی گرفته تا در خانواده، بین زن و شوهر، بین دوتا پارتنر و همینجوری مدرسه، در همه جا این ادامه داره. اما مسئله‌ای که هست به نظر من شاید خیلی کم بهش اشاره میشه، این که مهمترین مسئله اینه که یکی قدرت کننده است و یکی کسانی هستن که قدرت رو میپذیرن. آقای مکارمی یه جوری به یک شکلی اشاره کردن به باورهای مردم، حالا ایشون بیشتر به باورهای مذهبی اشاره کردن. به نظر من باورهای غیر مذهبی هم هست. خب ناسیونال سوسیالیست دوران هیتلر مگر مردم باور مذهبی داشتن؟ ولی باور به اون قدرت مردمی داشتن که خب حالا ما به عنوان یک نیروی عظیمی هستیم در مقابل بقیه کشورها و میتونیم خیلی جاها رو بگیریم. و در واقع تنها باور مذهبی نیست که میتونه در اون قدرت رو قبول بکنه. در واقع قدرت زمانی به وجود میاد که کسانی که در برابر قدرت می ایستن اونا هم اون قدرت رو بپذیرن. چیزی که در جامعه ایران حالا بیشتر باور مذهبیه، اینه که عکس امامو در ماه میبینن و یارو کسی حاضر خودشو بره و در جنگ کشته بشه برای به عنوان که شهید نامگذاری بشه و قسل هازا. بنابراین به نظر من مسئله قدرت، کسی که قدرت میکنه و اون چه شرایطیه و اون چه سیستمیه که واقعا انسانها این قدرت رو قبول میکنن. تنها در یک جامعه هم این نیست، یعنی فقط مسئله سیاسی، حتی در خانواده هم میبینیم در مسائلی که دو نفر که با هم زندگی میکنن، یکی قدرت داره و اون یکی این قدرت رو قبول میکنه، یعنی بدون هیچ چشم داشتی، چون احساس میکنه این انسان ضعیفتریه، حالا چه از نظر شعور و درک اجتماعی، چه حالا از نظر فیزیکی، هر چی که هست. به حجت در مدرسه، در همه جا، در اداره، کسی، اون افرادی که قدرت رو اعمال میکنن، افرادی که در برابرشون هستن، این قدرت رو قبول میکنن. یعنی این به نظر من اون بحثیه که حالا میگم شاید حالا دوستان سخنران در بخش دوم صحبتشون یه مقدار این مسئله رو بشکافن و شاید دوستان دیگه که بعد از من صحبت میکنن بتونن راجع به مسئله صحبت کنن. من صحبت دیگه ندارم. خیلی ممنون.
متشکرم خانم بنیانی. آقای کیومرث صابری بفرمایید. آقای صابری ممنون از شما استاد خلف و سلام به همه دوستان و سلام به آقای بدی و آقای مکارمی. سوال من از آقای بدیه، شما قدرت را از پایه اخلاقیات بررسی کردید و اگر این باشه که فوکو هم به نظر من به گونه این رو گونه نگاه میکنه وقتی سخن از این میگی که اون قدرتی بده که به شکل هرمی باشه، یعنی بالا پادشاهی باشه وسط وزرایی باشه و پایینی ها با مردم عادی باشن و این قدرت از فرمان پادشاه به زیر دستی ها ابلاغ میشه، میگه این قدرت بده، اما قدرت اگر از پایین به بالا بیاد بسیارم خوبه. بنابراین فوکا هم یه جورایی این قدرت رو جابجا میکنه، خود قدرت رو نفی نمیکنه. بنابراین اگر بر اساس اون چه که شما فرمودید جناب بدی و فوکا هم میگه، قدرت میتونه هم ابژه باشه هم سوبژه باشه. یه مثالی که بعد که بتونه اینو روشن‌تر بکنه، رابطه بین زندان و زندانبانه. رابطه بین زندانبان با زندانی بر اساس یک رابطه قدرت از بالا به پایینه، منتها خود زندانبان هم در این حال تحت تأثیر قدرت بالاتر از خودش قرار میگیره. حالا در زندان‌های کشورهای متمدن و قانونمند و دموکرات رابطه‌های زندانبان و زندان زیاد خشن نیست، ولی در ایران اگر ببینیم، حالا آدم‌های شبیه حاج داوود رو بگذاریم کنار، ولی بقیه زندانبان‌هایی که در ایران به خصوص رفتارشون با زندانیان سیاسی تعریف میشه، این رابطه خیلی دقیقه. بنابراین اگر بر اساس اخلاقی بخوایم قضاوت بکنیم، میتونیم بگیم زندانبان‌ها در واقع بیگناهن، چون خودشون شامل قدرتی میشن که برشون اعمال میشه. آیا اگر بخوایم از صرفاً از دیدگاه اخلاقی به این قضیه نگاه بکنیم، نفی وجودی خود قدرت نیست؟ یعنی به عبارت دیگه، تعریفی که ما از قدرت امروز داریم، اعلان و اعمال و زور بر زیر دستی خودشه، حالا به کلام ساده تر. اگر این باشه، یه چنین رابطه ای تعریف اساسی و عامی قدرت باشه، خب این تداخل پیدا میکنه با سلسله مراتب. بنابراین هیچ کس اعمال قدرت نمیکنه، چون خودش هم شامل اون قدرت میشه، کما اینکه خامنه ای تحت تاثیر قدرت الهی قرار گرفته. پس وقتی میگه من ولی فقیهم، بنابراین این خداست که بر خامنه ای فرمان صادر میکنه و همه حرفی که کوروش زد که بر من فرمان صادر شد تا بر شما حکومت بکنم. میبینیم که این سلسله مراتب قدرت چگونه میتونن همدیگر رو نفی کنن. پس چگونه است که میشه این رو بر اساس اخلاقیات بررسی کرد؟ ممنون. خیلی متشکرم آقای کیومرث صابری. آقای منصور بفرمایید. آقای منصور. بله بله. آقای عباسی، معذرت، منصور عباسی. بله، تشکر. تشکر از آقای بدی کلامی و آقای مکارمیان. من فقط یک سوال مختصر داشتم، اینکه در حکومت اسلامی مثلا روزه‌خوانی هست، عزاداری هست، نماز، روزه، جشن‌های مذهبی و تکایا هست، که اینها رو من فکر می‌کنم از نظر فوکو چجوری می‌تونیم این رو به اصطلاح بفهمیم؟ آیا این عمودیه یا به اصطلاح افقیه؟ من که دارم اینا رو میگم، مثلا می‌بینم که این مسائل در ایران هم جمع به اصطلاح حکومت این کار رو به اصطلاح چیز می‌کنه، رواج میده و برای حفظ قدرت خودش، و مردم هم از نظری دیگر به این چیز اعتقاد دارن، روزخانی، عزاداری و از این حرفا. این رو چجوری میشه مثلا فهمید؟ تشکر. خیلی ممنون آقای عباسی.
دوستان پایش میکنم دوستانی که وقت گرفتن آقای منوچهر صالحی، بهمن فرابخش، آقای نادر وهابی و آقای منوچهر تقوی بیاد، دوستان دیگه وقت نگیرن. آقای خلف، آقای اردلان و یوسف اردلان رو جا انداختیم بعد از آقای صالحی. بح بح. بعد از بح آقای دستشون رو بالا برده بودن. کاک یوسف اردلان تبعیدم میکند من میسام. آقای صالحی بفرمایید. عرض بکنم من از هر دو سخنرانی خیلی استفاده کردم، خیلی ممنون که تشریف آوردید و این سخنرانی های خوب و تر کردید. من فقط در رابطه با هر سخنران یه نکته میخوام اشاره کنم. هگل در یک جامعه غیر دموکراتیک زندگی میکرد. وقتی که زنده بود در برلین که اون موقع پایتخت پرویس بود، پرویس هم از طرف یک پادشاه فریدریش مستبد حکومت می شد، مسئله جامعه مدنی رو طرح می کنه و نظرش هم این استش که فضایی که بین خانواده و دولت وجود داره، این فضا در برگیرنده همه اشکال زندگی مردم و مردم که در صورتبندی های مختلف انجام میگیره، این رو نامش رو گذاشت جامعه مدنی. بنابراین وجود جامعه مدنی بر اساس اون چیزی که هگل میگه ربطی به دموکراسی نداره. اگر دموکراسی باشه خیلی بهتره، اما در جوامع غیر دموکراتیک هم جامعه مدنی و نهادهای جامعه مدنی میتونن رشد یا زوال داشته باشن، رشد بکنن یا اینکه از بین برن یا تضعیف بشه. این نکته رو شما چطوری میبینید؟ این در رابطه با صحبتهای آقای مکارمی. در رابطه با مسئله قدرت، هگل، من زیاد با فوکو چیز ندارم، من خیلی هوادار هگل هستم و فکر میکنم که هگل یک فیلسوف عظیمیه در مقابل فوکو و اینا. هگل از رابطه ارباب یا آقا و بنده صحبت میکنه و بین این رابطه یک دیالکتیک میبینه، یعنی مسئله قدرت در یعنی رابطه ارباب یا آقا و بنده، رابطه کسی است که قدرت اعمال میکنه و کسی است که قدرت اعمال شده رو میپذیره. یه دیالکتیکی بنابراین وجود داره. اگر به این دیالکتیک هگلی قدرت و ارباب و بنده رو در نظر بگیریم، روشنه که در جامعه هم اولا قدرت میتونه اشکال مختلف داشته باشه که شما گفتید، خیلی هم خوب گفتید، من وارد اون بحث نمیشم. اما دولت که اعمال قدرت میکنه، اعمال قدرت دولت نامرئی نیست، بخشش هم نامرئیه، یعنی به قول معروف اونجور که انگلز میگه با دستکش سفید سر میبرن. یه بخشش اما مرئیه و اون این استش که اولا دولت از آغاز پیدایش تاریخش انحصار خشونت رو داشته، یعنی قدرت برای ایجاد امنیت در جامعه و برای دفاع از جامعه در مقابل عملاتی که از خارج میتونه انجام بگیره و موجودیت جامعه رو تهدید بکنه، به دولت یک انحصار اعمال قدرت داده شده، چه در درون و چه در بیرون. و اعمال قدرت درونی، این حالا میتونه در یک دولت استبدادی نمیدونم خودشو در هیبت یک فرد نمایان بکنه، اونجور که
هگل میگه از دسپوتی شرقی صحبت میکنه، میتونم در یک چیز جامعه دموکراتیک نمودار بکنه که میشه مجلس و دولتی که منتخب مردم و مدتی حکومت میکنه بعد مردم نخواند باید جایشو به نیروی دیگه بده. این رابطه قدرت و خشونت، قدرت دولتی و خشونت یا قهری که در انحصار دولت هست، خب این یک وضعیتی به وجود میاره که میرسیم به همون تئوری یا دیالکتیک ارباب و بنده. یعنی مردم حتی اگر در یک جامعه دموکراتیک هم زندگی بکنن، به خاطر وجود ابزارها و نهادهایی که دائم به شما میگه راهکار ما برای رسیدن دولت یا نهادهای دولتی، به شما میگه ابزار یک راهکار هر دولتی، هر دیکتاتوری، هر دولت دموکراتیکی ارائه میده که ما برای اینکه به خوشبختی، به رفاه، به سعادت برسیم باید این راه رو بریم، و از طریق ابزارهای تبلیغاتی که داره معلومه شستشوی مغزی میده مردمو، و بنابراین ما همیشه با مردم آگاه مواجه نیستیم. هرچند در هر جامعه‌ای مردمی هم هستن که خیلی هم آگاه هستن، اما وزن تعیین کننده جامعه با اون بخش از جامعه است که تحت خیلی ساده میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و در نتیجه راه رو برای ادامه سلطه و قدرت دولت و تحمیل این قدرت به جامعه فراهم میکنه. در این رابطه آقای فوکو چی گفت؟ خیلی ممنون آقای صالحی. دوستان خواهش میکنم آقای یوسف اردلان، آقای بهمن فرابخش، نادر وهابی، آیت قوی به یاد به خانم فریبا. ولی قبل از این دوستان ما 10 دقیقه به آقای کلامی و آقای مکارمی برای سوالاتی که شده وقت بدیم. آقای کلامی بفرمایید، 10 دقیقه وقت دارید. میکروفون رو باز کنم؟ بله فکر کنم صدای من میاد. خدا و تصویر داریم، بفرمایید. بله، عرشبت بس دقیقا همینه جناب که مرد عزیز و دوستان گرامی که سوال کردن، اتفاقا بس سر همین محدود کردن قدرت صرفا به قدرت و اقتدار سیاسیه. بس اینه که قدرت خیلی فراتر از اقتدار سیاسیه و اون دیدگاه اخلاقی ابزاری که از قدرت من سعی کردم نشون بحث کنم، دقیقا سر این مسئله هست که قدرت رو مثبت و منفی نباید دید. این که مثلا قدرت عمودی بعد قدرت افقی خوبه، نه، بس سر اینه که قدرت یعنی اراده و امکان تغییر، اینا باید در نظر بگیم. ولی این با اعمال قدرت و شیوه های اعمال قدرت فرق میکنه. سعی کردم که بتونم بذاریم من اینطوری بحث کنم. ببینید، ما اگه بخوایم ریشه های تاریخیه، چون اساس بحث فوکو در واقع که من این بر اونورش رو بحث نکردم، اینطوری اساس شیوه کار فوکو در واقع به یک نوع دیرینه شناسی تاریخی میرسه، میاد بررسی میکنه. مثلا در تاریخ ما نوع ویژه‌ای از قدرت که وجود داشته، مخصوصا با مسیحیت به اوج خودش میرسه، یه نوع تفکر به قول معروف پاستورال پاور، یه تفکر پدرسالار نه به معنای مردسالار، پدرسالار به معنای این که پدر یا چوپان میدونه که چه چیزی وارث شما خوب است. یه چوپان میتونه برای یا که گم شده نجات بده، حفظش کنه، مواظبش ازش که مراقبت کنه و حتی هر وقت که خواست ذبح و قربانیش بکنه. ولی با این حال خوبیه چیزو میخواد، بره ها رو میخواد، و این خودشو کاملا نشون داده توی تفکر به قول معروف مسیحیت. فوکو با اینجا شروع میکنه، میگه دقیقا ولی این نوع مراقبت و قدرت پدر سالانه چوبانی نبود که اون قدرت فردگرایانه ایجاد کرد،
بلکه بعدن وقتی که مجازات از اون حالت نمایشی جمعی و ترساندن توی جامعه مدرن به این خود انضباطی فردی رسید، چیزی که فوکو به عنوان پیش شرط قدرت معاصر که میدونه. مثلا یه مثال دیگه بزنم، مثلا بحثی هست که قدر رو که فوکو به عنوان بحث بایو پاور اسمش که میبره، به این معنا که در حوزه های خاصی از دانش زمینه های خاصی وجود داره، مثل سلامت به عنوان پایه واسه اعمال غیر متمرکز قدرت قرار میگیره که به قول معروف با ارجاع به اون یه نوع به زندگی یه نوع مشروعیت داده میشه. من یه جایی به من میدونم که خیلی از این چیپس ها به قول معروف چربی های ترانس توش هست و مدامم گفته میشه که من نباید بخورم، من میخورم با اونجایی که میدونم. در واقع این نخوردن یا خوردن من به معنای رد اون نظریه نیست، به این معنی است که نظریه من قبول کردم. یا خیلی بازم من مجبورم تکرار کنم اون حرفایی که زدم که اون دید اخلاقی در مورد قدرت رو باید کنار بذاریم، چون گفتم وقتی که قدرت رو مثل یک صفحه شطرنج ببینیم که توی اون بازی باید انجام بگیره، اون مهرهای شطرنج خارج از اون صفحه هیچ ارزشی که ندارن. حتی اگه که مهرهای شطرنج هم از طلا باشن توی کیسه جدا بذاری، فقط طلا بودنشون بهش ارزش میده، وگرنه خودشون هیچ بازی که نمیتونه انجام بده. ولی چون ناخودآگاه این اتاق یا بحثایی که ما میکنیم به یه جوری سعی میکنیم ره بدیم به اقتدار سیاسی، مبارزه با اقتدار سیاسی، اینجا بحثی کم عجیب و غریب به نظر میرسه. واسه همین بود من سعی کردم از بحثی که فوکو انجام میده به اسم مقاومت در مقابل قدرت، که خود مقاومت هم قدرت در واقع، فقط قدرتی که هنوز بالفعل نشده. و بازم مهم نیست که فکر کنیم این درسته یا این قدرت مثبت یا منفی، ما نداریم قدرته، چون امکان تغییر که وجود میاره. حالا این که در این امکان تغییر رهبرانی که هستن چهار روز بعدشون خودشون به دیکتاتورهای سابق تبدیل نشن، این یه بحث دیگه ایه. بحث من بیشتر سر این بود که اتفاقا چه سیستم هایی باید وجود داشته باشه که ما تو همین سطح افقی خودمون، تو همین اتاق، توی اتاقهای دیگه، توی بحثهای درون اپوزیسیونی ما شاید چه نوع اعمال قدرت هایی هستیم، چجوری میتونیم خیلی وقتا به شکل خیلی ظریف و خیلی وقتا به شکل خیلی آشکار همدیگه رو به قول معروف منکوب کنیم. ببخشید من دیگه فعلا بسی ندارم که دوستان بتونن برسن به بس. خیلی ممنون آقای کلامی. آقای مکارمی بفرمایید. آقای مکارمی. بله، خیلی متشکرم از مجموعه نظریات و بحثایی که میشه مرتب میآموزم. من وقتی باور رو مطرح میکنم منظورم انسان باورمنده، باور که هوا وجود نداره، که انسان باورمند. و همون اول هم توضیح دادم، گفتم که این باور یا باورمندی یا باورمندی عمومی، همه بحثا رو کردم، میتونه وطن دوستی باشه، میشه علم دوستی باشه، میشه همه این حرفایی که میزنیم. خب طبیعتا فقط مسئله مذهب رو مطرح نمی کنم، ولی در موضع خاص ایران عزیز ما این مسئله اتفاق داره میفته. فرمول کلی که نیست که، در ایران عزیز ما از پس از حضور صفویه، یعنی 100 سال پس از ابتدای صفویه، که مهممین شیعی که به هر حال میدونیم که از دره بهای لبنان آوردن اینها رو و بهشون گفتن بشینید بنویسید شیعه اصلاح شیعه، اصلا وجود نداشته قبلش. وقتی اینها شروع کردن به این کار، تمامی به معنی واقعی کلمه، تمامی هوش و استعداد و فرهنگ مردم ایران که قبلا باز یه مقدارش در مدارس اهل تسنن نجومی میخوندن، بحثی میکردن، فلسفهی میخوندن، همه اینها دور ریخته شد و در مجموع خرافات آمد جاشو گرفت. یعنی در واقع اینجا به ما ضربه مهلکی خورده،
این میخوام توجه مقدار عمیق‌تری بکنیم به این ضربه‌ای که به ما خورده. من یه مثال روشن میزنم، اگر کسی پیدا کرد اسمی رو به من بگید لطفا. من میگم بعد 100 سال پس از صفویه که مدارس معممین شیعه تونست هم پول داشته باشه در آن وقت، هم جوانان و انسانهای با ارزش و با هوش برن سراغشون، شما یک نفر رو نشون بدید که حافظ دوم شده باشه، مولوی دوم شده باشه، سعدی دوم شده باشه. یک نفر رو نشون بدید که فرمانده قشون خوبی باشه، اسمش بیاد. نداریم. اینها خوردند، همه رو بردند تو چاه سیاه خرافات. از ما طلبکار هم هستند. اینش خیلی بامزه است. نگذاشتند. همه رو ببینید، همه رو بردند کجا؟ بردند در یک مکعبی که سطحش بین مکه مدینه و شام هست و عمقش 200 ساله. در صورت که جهان ما حداقل سابقه 45,000 سال نقاشی پیش از تاریخ داریم. ما 14 میلیارد هونسپین سپین داریم. به جایی که اینها رو به عنوان علم نگاه کنیم و ازش نتیجه بگیریم، توی قوطی کبریت، چه یه قوطی کبریت در حجم یه قوطی کبریت فرستادن ما. منظورم اینه که فقط مذهبی نیست، بخوام اینو بگم. من باور ندارم که فقط بحث مذهب هست. این حزب شیعه توانست از تمامی فرصت‌ها استفاده بکنه و تبدیل بشه به غولی که شده. اینو باید ببینیمش. این فقط شیعه نیست. حالا یه بحث خیلی مفصلی هست که چگونه مؤممین شیعه تونستند یه مقداری هم بر اساس سنت‌های اسطوره‌ای ما بیان یه مقدارم ابداعاتی رو انجام بدن که به مزاق ما ایرانیان خوش بیاد. این در واقع هست. هم بگم شاید این مسئله فقط مذهبی نیست، به این شکل شاید نمیشه نگاش کرد. یه بحث بعد مسئله مختصری هم هست که نهاد جامعه مدنی یه بحث خیلی مهمی هست. علتش این هست که درست هست که نهاد جامعه مدنی واقعا به دموکراسی نیاز نداره، ولی به شرطی که باورمندانش معتقد باشن به جامعه مدنی. وقتی خود باورمندان معتقد نیستن به جامعه مدنی، این نهاد جامعه مدنی نمیتونه به وجود بیاد، مگر اینکه پیشتازانی که معتقدن به علم، معتقدن که مردم باید از اون خرافات بیان بیرون، تلاش بکنن و تلاش هم میکنن. 150 ساله که همه بزرگان مشروطه از اول تا آخونزاده تا امروز همه تلاش میکنیم، همه همون داریم تلاش میکنیم، ولی این تلاش ها کافی نیست. یعنی تلاش ها به نظر من مسیرشو گم کرده. تلاش ها به سمت تغییر قدرت سیاسی رفته، در صورتی که اگر از همون اول ما به جای تغییر قدرت سیاسی به باروری نهاد جامعه مدنی فکر میکردیم، میتونستیم جوامع مدنی محکمی داشته باشیم. اون 3 سال اول در انقلاب، کسانی که اونجا بودن میتونن خوب با من همراهی بکنن، اون 3 سال اول انقلاب یه عده‌ای رفتن، حالا با تفنگ یا بی تفنگ، به قصد تسخیر قدرت سیاسی، و همون هم همه کارا رو خراب کردن. ولی یه عده کوچه نشستن نهاد جامعه مدنی ساختن، با این فکر که این نهادهای جامعه مدنی بتونن رشد کنن در یه در کوچکی که باز شده بود. به نظر من این درس بزرگی رو باید بگیم. مسئله تغییر قدرت سیاسی نیست. برای این تغییر قدرت سیاسی اگه زود اتفاق بیفته، فردا اتفاق بیفته، ما امکانشو نداریم. نهاد جامعه مدنی نداریم که بتونن به هم جمع بشن و بیان یک حرکت عمده‌ای رو انجام بدن. عکس کنیم سوالمون رو. سوال انداختن قدرت سیاسی امروز نیست، بلکه سازندگی ایران عزیز. برای سازندگی ایران عزیز ما نهاد جامعه مدنی می‌خوایم. برای دموکراسیش نهاد جامعه مدنی می‌خوایم. همین فردا مگر بیایم 100,000 تا مدیر سیاسی ایران عزیز رو عوض بکنیم، مثلا هرم مؤممین هم بذاریم؟
وقتی دیدید مردم عزیز ما وقتی مرغ یه جا میدن فیلماشو دیدید چیکار میکنن؟ ما جامعه مدنی لازم داریم و نهاد جامعه مدنی. اینو تلاش من در این هست که هر جایی که میرم اینو مطرح بکنم. یک میانبر تغییر قدرت سیاسی، یک میانبر. مگر در کوبا نشد تغییر قدرت سیاسی شد، خیلی هم جدی شد، اعدام کلا خورده، مرزها بسته. من دو بار دعوت شدم کوبا، دو بار صحبت کردم با بزرگان حزب کمونیست. جامعه مدنی نیست اونجا که نهادی داشته باشه اصلا. آقا کار اونجا ارزش نداره، ارزش بیکاریست نه کار. دندان پزشکی صبح باید بره بیمارستان دندان مردم رو معالجه کنه، بلکه جای دیگه نیست، مطب خصوصی نیست، و عصر برگرده میره امضا میکنه میاد و با خنده میگه کارمو کردم. خیلی مغرور هم هست، ارزش کار رو از بین بردن. پس وقتی ارزش کار از بین بره، نهاد جامعه مدنی چگونه میتونه به وجود بیاد؟ فشار رو اگه ممکنه امکان داره بگذارین روی نهادهای جامعه مدنی کمک کنین، حالا چه در داخل ایران چه در خارج. این بحث داخل خارج هم نیست، ما همه خارج هستیم. 5 میلیون امکان داریم ما اگه بخوایم جامعه مدنی بسازیم، نهاد جامعه مدنی بسازیم. 5 میلیون، ببخشید زیاد صحبت کردم. خیلی ممنون آقای مکارمی. آقای کاک یوسف اردلان بفرمایید. با سلام و درود به همه، به حضار و مخصوصا به همه. شما از کنم من یک سوال در تقریبا سواله ولی تاییده جناب آقای مکارمی. متاسفانه من دیر اومدم، صحبتهای آقای کلامی رو نتونستم بشنوم مدت کوتاهی، و در تاییده اینکه سازمانی که بعداً در سال 57 در اون در واقع بحران خودت که شد، هر کسی تشکیلاتی اگه داشته باشه کوچک هم میتونه در زمانهای بحران بخشی از حرکت اجتماعی رو کنترل بکنه، و این جامعه در واقع روحانیات همین تشکیلات 500 ساله رو داشتن. حق امام بگیر، هر سال 2 ماه کارآموزی طلبه ها به دورترین به اصطلاح دهات می رفتن، و وقتی که این شبکه حق امام بگیر تنظیماتی داشت در زمان بروک جدید، توجه بفرمایید، کاملا در تایید حرفشون که چه شبکه ای رو داشت در صورت، و اونا تونستن قدرت رو دست بگیرن کاملا با حرفشون موافق، از یعنی واقعا درست میگن، و این حاصل این شبکه کهنه قدیمی هست که اعمال قدرت میکنه. این به جای خود یه نکته ای رو که تو صحبتهای ایشون گمه، از این ایران عزیز یک پارچه رو در نظر میگیرن، گوشه از این ایران عزیز که همین اسلام سیاسی حاکم نبود، تونست، یعنی میخواست، و ادامهش رو در طرف 2 سال اول دیدیم، یعنی کردستان رو میگم، که به حاکمیت دینی نگفت و انواع حرکات مدنی، انواعش رو واقعا به طور مشخص، ولی متاسفانه این یگانه دیدن ایران و یا ندیدن تنوع ایران رو باعث شد که به کردستان هیچ توجه نکنیم. حرکتی که در اونجا شد، هنوز من تأکید میکنم، خیلی مهم بود، تداوم قیام بود، قیامی که در تهران به دست آخوندها در اسلام سیاسی افتاده بود، و این تداوم رو ما در کردستان میدیدیم. اتفاقا چون این تداوم قیام رو میدیدیم، حل مسئله ملی مطرح شد، نه برعکسش. در حالی که برعکسش از اولش به چشممون زدن، چون اینا کردن پس
حکومت رو قبول ندارن، نه برعکسش بود، چون آزادی خواها فرصت حرف زدن داشتن. یعنی اون تمام کسایی که خودشون رو چپ میدونستن میومدن کردستان، کسی نبود که جلوشون رو بگیره. ولی خیلی از سنی ها بودن که حکومت رو میخواستن، حکومت جمهوری اسلامی میخواستن، و خیلی شیعه ها بودن که نه، همون فضای غیر سیاسی رو میخواستن. حالا این تاریخچه خودشو داره به جای خودش، ولی در اون مقطع و بعدش هم هیچ کسی راجبش صحبت نمی کنه و این نکته ضعفیه تو تمام تحلیلامون و در واقع بیمهریه نسبت به کردستان که حرکات مدنی درش شروع شده بود، حرکت کرد و هنوزه از فمینیستا، از نمایش های خیابونی، از تمام محیط زیست، اینا ما نمونه های بارز و ارزنده شد در منطقه خارج از حدود استانی به نام کردستان میبینیم، ولی این در دیسکور ما، در صحبت کردن ما وجود نداره. اینه من فقط از آقای مکارمی میخواستم که یه مقدار راضی این مسئله صحبت بکنه، ولی حرفش واقعا مبنای صحبتش که این حکومت با این ترتیب که اومد کاملا درسته و در واقع حکومت به این ترتیب چی شد. و از آقای خلاف هم با که تمام ارادتی دارم، لطفا من اسمم یوسف اردلانه، اسمم کاک یوسف نیست. خیلی ممنون آقای اردلان. ممنونم، لطفا. آقای فرحبخش، بهمن فرحبخش، بفرمایید آقای فرحبخش. بله، با درود به همه بانوان و سروران گرامی، چند پرسش برای من پیش اومده، به ویژه درباره سخنان سرور مکارمی. خب ایشون درباره نهاد دین در ایران، نهاد شیعه در ایران سخن گفتن. خب ما میدونیم که نهاد شیعه از همون آغازش هم یک دست نبوده. ما مجتهد داریم و مقلد به گفته خودشون، یعنی کسانی که رهبر هستن و کسانی که پیروی میکنن از اینا، و هر کدوم اینا برای خودشون جایگاه خودشون داشتن و نیازی هم نداره. هم اکنونش هم هنوز هم همینجوره. تنها یک کسی اومد در سال 57 اومد، یا پیشتر از سال 42 اومد یه دیدگاه تازه رو آورد که خودش رو جانشین خدا کرد و همه رو پیرو خودش. این اینو داشته باشیم. چیزی که هست، اگر ما دنبال مردم سالاری هستیم، در پی نابودی دین هم نیست یا نهاد دین هم نیستیم. یعنی در هیچ جایی، در هیچ سازمانی شما همچین چیزی نمیدید که مردم سالاری بشه و بخواد نهاد دین از میان ببرن، و نهاد دین هم از میان رفتنی نیست. اینو بیرو دروسی باید هممون بپذیریم، نهاد دین میمونه. چیزی که در مردم سالاری هست اینی که مردم سالاری بر پایه خواستای و نیازهای مردمی باید پیش بره و انجام بگیره. شما بهتر از من میدونید که کلیسای کاتولیک هم صده ها بسیار بیشتر از شیعه فرمان روایی داشت بر سراسر اروپا، اگر نگیم بر سراسر جهان. و خب پیامدش هم دیدیم چی شد، سرنگون شد. بگذاریم که خودش هم در دوران خودش جنبشی پدید آمد، جنبش پروتستان ها، و اصلا بنیادمون رو ریختن به هم، چیز دیگه شد. و کشتارهایی که اینا کردن در تاریخ شما همه خودتون از من بهتر میدونید. بر روی اینا پس نشانده شدن. اون چیرگی که داشتن دیگه ندارن. این جنبش مردمی بود، این جنبش روشنگران بود، روشن اندیشان بود که مردم آگاه کردن، به ویژه که دیدن همه چیزهایی که کلیسا میگفت همش نادرست بوده، همش دروغ، سر هم بندی. ما هم در همین رده هستیم، فراموش نکنیم. درسته که ما با جنبش های شهروندی رو پیش ببریم، ولی با دروغ پردازی ها ما نمیتونیم کنار بیان. دروغ پردازی ها رو باید رسوا کرد. و شما فراموش نکنید که خود باورمندانم بسیاریشون
هوادار این هستن که دین پاک بشه، از این خرافه ها دست برداشته بشه. و ما هم اگر در فردای ایران مردم سالاری بشه، بیگمان جایگاه دین در جای خودش هست. مردم ما و مردم باورمند که کاری نداریم، که هر کدوم ما میتونیم خودمون باورمند باشیم، هستیم. باور مردم جای خودش میمونه، شیوه کشورداری دگرگون میشه دیگه. نمیتونه یک کسی رهبری بکنه، همه چیز فرمان بده، همه به فرمان اون کاری انجام بدن. خواهش میکنم که این داستان رو، این نکته رو در دید داشته باشیم که در مردم سالاری راه این نیست که دین از میان برداشته بشه، بلکه نیرومندی یک رشته یا یک دسته از گروه ها که تازه هم اکنونش هم این خیلی، من چندی بارم اینجا این نکته رو گفتم، بازم بعد نیست که دوباره بگم، این است که این کسانی که اکنون در سر کار هستن، اینها نماینده دین نیستن. اینو بسیاری از خود رهبران دینی هم گفتن، بازگو کردن و هر روز هم میگن. اینها یک شیوه ویژه، یک دسته ویژه هستن که ما میدونیم کی هستن. بیشترشون فدای اسلامی هستن، هیچ نمایندگی از دین اسلام هم ندارن، برای اینکه هیچ کشور مسلمانای دیگه جهان هم اینا رو نمیپذیرن. اگه اینا مسلمان بودن دیگران میپذیرفتنشون، دیگران هم نمیپذیرن. یعنی 85% 90% باورمندان جهان اینا رو نمیپذیرن که اصلا دین دارن. اینا رو رافضی و به قول خودشون ناپاکزاده، حرامزاده میدونن. خواهش میکنم در گفتگوهایی که ما میکنیم برای ساختن ایران اندیشه بکنیم برای آینده چی میخوایم پیشنهاد بکنیم. اینی که ما بخوایم فرمان از اینا ببریم که خب همین میشه، همین چیزی میشه که هست. و گفتم فراموش نکنیم، چشم، من به پایان میرسم، فراموش نکنیم که کلیسای کاتولیک بسیار نیرومندتر از اینا بود، بسیار بسیار نیرومندتر از اینا بود، و دیدیم و میبینیم که چه بر سرش اومد. سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای فرحبخش. آقای نادر وهابی بفرمایید. آقای وهابی سلام دارم خدمت شما و ممنون از دو سخنران و صحبت‌های دیگر دوستانی که تا حالا شنیدیم، بسیار بسیار جالب بود. من خواستم روی خود مبانی قدرت یک نکته‌ای را داوری کنم. نکته‌ام این هستش که جناب کلامی به خوبی اندیشه‌های فوکو رو توضیح دادن. من فکر می‌کنم اندیشه خود فوکو بایستی در بستر پست مدرن بررسی کرد. به اعتقادم برحال شاید در اون کتاب سقوه اپونیخ که کتاب به فارسی هم ترجمه شد، در اونجا در واقع فوکو میاد در جامعه پست مدرن قدرت موازی از پایین و ارضی رو توضیح میده، قابل فهمه. و اما من فکر میکنم که چون برحال بحث ما در رابطه با نهایتاً در رابطه با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است، شاید من در یکی از کتابام به خوبی بحث کردم، به ریز بحث کردم، شاید بهتر باشه ما به سمت انعقنت بریم، ویژگی های چارگانی رو که از نظام های در واقع تمام عیار یا تمامیت خواه یا بخوام بگیم که توضیح میده، شاید اون ویژگی در بستر ایران چه در ساختار نظام سیاسی شاه چه در ساختار فعلی بهتر قابل فهم باشه. توضیح میدم، علاقه مطرح میکنی این نظام ها دارای چهار تا ویژگی هستن: یک، از یک شخصیت کاریزماتیک برخوردارن، دوم، یک ارتش سرکوبگر بسیار قوی داره، سوم، یک هرم بوروکراسی هست که از بالا تا پایین فرامین اجرا میکنه، و چهارم ویژگیش هم که در قبال این سه تا ویژگی یک شخصیت با یک ایدولوژی مشخص هست. به خصوص این چهار تا ویژگی رو ما در 43 سال گذشته به خوبی میبینیم. توجه شما رو به نکته دیگری هم جلب میکنم و اون اینه که اگر قدرت موازی باشه، در نتیجه نقش نظام سرکوبگر یعنی ارتش و پلیس سیاسی هم تغییر میکنه. یعنی ما از یک مشروعیت در واقع یا یک خشونت فیزیکی که کارهای ماکس وبر هست به یک خشونت نمادین که کارهای پیر بوردیو هست تبدیل میشه، در حالی که ما در شرایط ایران هنوز پلیس
نقش خشونت نمادینی نداره. حتی بعضی از جامعه شناسان در جنبش‌های اخیر فرانسه و غیره دارن زیر سوال میبرن خشونت نمادینی، چون به هر حال اگر یادتون باشه جنبشی که در فرانسه هم شروع شد اینها حدود 45,000 تا نیروی نظامی پخش کردن تا هر چه سریعتر بتونن این شورش مهار کنن. این یه نکته تا اونجایی که به ساختار و قدرت برمیگرده. علاقمند بودم یک مقداری هم حتما وقت نبود، این سه نوع مشروعیتی که کلاسیک هست، مشروعیت سنتی داریم، مشروعیت کاریزماتیک داریم و مشروعیت قسیونل یا تحولگرا داریم، کارهای کلاسیک جامعه شناسی سیاسی، در حالی که ما در 43 سال گذشته و همچنین در ساختار نظام شاه ما مشروعیت تحول نداشتیم. یعنی ساختار قدرت با انتخابات آزاد و با دموکراسی جابجا نمیشد. در مورد صحبت‌های دوست نازنین آقای مکارمی، من فکر میکنم که این نگاهی که در 500 سال گذشته شیعیان و علما از لبنان اومدن، این نگاه یک زمینه اجتماعی بسیار بسیار قوی داره، اما از استحکام تاریخی و علمی برخوردار نیست. صفویه اولین حکومتی بود که از پایین حزب سیاسی خودش ایجاد کرد و به همین دلیل 215 سال تونست ادامه پیدا کنه. به همین دلیل نادرشاه، به همین زندیه، به همین دلیل قاجاریه. پهلوی اولین سلطنتی بود که نتونست از پایین حزب سیاسی خودش رو ایجاد کنه. این نگاهی هم که فوق العاده نسبت به مذهب هست، من فکر کنم این نگاه فوق العاده سیاه و سفیدی هست. ما در 100 سال گذشته همواره دو نگاه مذهب داشتیم، یک مذهبی که در کنار حاکمیت بوده، یک مذهبی که علیه این داشته مبارزه میکرده، چه در انقلاب مشروطه چه در چیز انقلاب بهمن 57. نویره که ما بدشانسی آوردیم، متاسفانه متاسفانه گیری بونجولی افتادیم مثل خمینی که اصلا هیچ که نمیتونست پیشنهاد بکنه. باز توجه شما را به آمارای اعدام ها جلب میکنم که میخوام نشون بدم که این عامل هست که جامعه ایرانو قفل 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 کرده. تحقیقات من در مورد ولی فقیه اول حدود 10 سال و 8 ماه حدود 11,000 تا اعدام داشتیم در دوران خامنه‌ای، حدود 9500 تا. این حجم اعدامو ما در زمان شاه مجموعه اعدامایی که داشتیم حدود 343 تا 350 تا بود. این حجم اعدام، اون جمله معروفی هم که اینا ازش استفاده میکنن، یعنی النصر بالرعب، یعنی این اندیشه سرکوب بتونه جامعه رو نگه داره، مفهومم که این موجب میشه که این جامعه مدنی ما با این قسمت از حرف آقای مکارمی کاملا موافقم، جامعه مدنی شکل نگرفته، ما باید بریم میسم. ولی همون یک سالی دوران انقلاب هم جامعه مدنی ما داشت شکل میگرفت، متاسفانه ادامه پیدا نکرد و سرکوب شد. ممنونم. خیلی ممنون آقای وهابی. آقای تقوی بیاد و بعد خانم فریبا. آقای تقوی بیاد بفرمایید. با درود دوباره خدمت همه دوستان، سپاسگزاری میکنم از سخنرانان، چون سخنرانی کردن کار ساده نیست. دوستان وقت میذارن، پژوهش میکنن، یادداشت میکنن، زحمت میکشن و این شایسته سپاسگزاری هست. برگردم به موضوع قدرت. قدرت گاهی من میبینم که در گفته ها یه تداخلی پیش میاد، قدرت دیکتاتوری فردی و متکیه به زور رو با قدرت سیاسی اروپایی که ساختار دیگه ای داره دوستان قاطی میکنن. من تعجب میکنم و اینکه دوستان توجه ندارن به شرایط ایران و شرایطی که اروپا درش هست. در فیزیک میگن آب در شرایط متعارفی در 100 درجه به جوش میاد،
خب این معنا داره، شرایط متعارفی یعنی چی؟ این در جامعه شناسی و در جوامع بشری هم قابل پیاده کردن هست. ببینید اروپا صدها سال وضعیت اقتصادی و سیاسیش رشد کرده مطابق قواعد خاصی. در ایران به ویژه از انقلاب مشروطیت که دوستان گاهی بهش اشاره میکنن به بعد، ما شرایطمون مثل شرایط اروپایی ها نبوده. قدرت سیاسی از طریق احزاب به کابینه و به نخست وزیر انتقال پیدا نمیکنه. در ایران توجه دوستان رو جلب میکنم به واژه کودتا. کودتا جزء شرایط متعارفی در اروپا نبوده و نیست. یعنی در اروپا من دولتی سراغ ندارم. البته در ایتالیا یه اتفاقاتی افتاده، ولی در بقیه کشورها اروپایی صدها سال رشد اقتصادی و صنعتی، رشد مداوم بوده. این در ایران اینطور نیست. در ایران هر کودتایی و هر فشاری که از بیرون وارد میشه ویرانگری انجام میده. الان صحبت از هزاران اعدام شد. آقای وهابی اشاره کردن به کشتارهایی که در جمهوری اسلامی شده. ببینید این نیروی انسانی که به این صورت از بین میره، این در اروپا اتفاق نمیافته. یعنی در اروپا هرگز شما یه همچه چیزی رو ندیدید و نمیبینید. این همه در فرانسه اعتراض شد، کجا مردم رو تو خیابون به مسلسل بستن یا از رو به رو به گلوله زدن. این ممکن نیست. من خواهشم این است که برای تحلیل مسائل ایران دقت کنیم که در ایران همین شیعه ای که الان صحبتش هست که قدیما بهش گفتن رافضی، از قرن اول هجری هم بوده تا حالا، این یه چیزیه که یه رشدی کرده، یه وضعیتی داشته. اینو ما در بستر خودش رسیدگی کنیم. مثلا گفته شد که این آخوندها یا این شیعیان استقلال مالی داشتن، مستقل بودن. ما یه چیزی در تاریخ داریم به اسم موقوفه عود. در هندوستان جایی بوده که از اونجا وقفیات میفرستادن به حوزه علمیه نجف. خب این پولی که میومده از کجا میومده؟ یعنی این پول برای چی میومده؟ آخوندها رو برای چی چاق میکردن با یه پولی که از یه جای دیگه میومده؟ خب اینا مسائلی است که در تاریخ ما اتفاق افتاده. خواهشم این است که بهشون توجه کنید. و بله، ببینید مسئله آوردن علمای لبنان، علما، این خیلی جالبه که ما بذاریمش توی گیومه. علمای لبنان اینا همش مصنوعی بوده، شکل طبیعی نداشته. و ما بایستی توجه کنیم که تاریخ اروپا با تاریخ ایران وضعیتش فرق میکنه و ما شرایط متعارفی نداریم. بله چشم. و همیشه تحت فشار بودیم و الان هم آقای خلف داره لحن من میبنده که بس کن، دیگران هم وقت دارن. بله، با توجه به احترام به دیگران. آقای برمن، آقای برمن میکروفونش باز بود. بله ببخشید، من عرض دیگه. خیلی ممنون آقای تقوی بیاد. خانم فریبا بفرمایید. با سلام مجدد و تشکر از تمام دوستان عزیزی که سوالای خیلی خوبی رو مطرح کردن و با تشکر از بدی، حالا میگم بدی چون همسرم هست، و آقای مکرمی اگه درست گفته باشم.
من فقط یه سوال داشتم. بله آقای مکارمی، بله ممنون از بحث جالبی که انجام دادید هر دو سخنرانا. من در صحبت یکی از شما عزیزان یه جمله‌ای رو گفتید که چرا جامعه مدنی در ایران شکل نمیگیره یا اگه هم میگیره چرا تداوم پیدا میکنه و یا محدوده. من شاید به صورت یک سوال بگم که در سطح فردی وقتی که قدرت حاکمه میتونه با ابزارهایی که داره رفتارهای مردم رو کنترل کنه و روی اخلاق و نگرش مردم و تفکر آدم ها تاثیر بذاره، اینکه در درون هر کدوم از ماها ممکنه یک دیکتاتوری کوچیکی باشه که در بین گروه های مختلف این دیکتاتوری کوچک، حالا اسمش کوچیکه ولی خب اصطلاحاً به شکل خشونت و اعمال قدرت، به شکل اینکه دیگران رو قضاوت کردن و محکوم کردن ممکنه صورت بگیره. کماکان که توی گروه های سیاسی توی فیسبوک من خیلی دیدم که اتحادی صورت نمیگیره، آدم ها با هم فحش میدن و خیلی سریع برچسب میزنن. و یه آقای محترمی هم بودن که توی خود همین جلسه که به جای اینکه توجه کنن به خود بحث موضوع و نقد و سوال کردن، اومدن بحث رو خیلی فردیش کردن و شوخی های بدی رو به جدی نگرفتن جلسه گرفتن، که من یه انتقاد دارم به خود این مسئله، چون فکر میکنم که خود همین اگه قرار راجب اعمال قدرت صحبت کنیم و راجب خشونت صحبت کنیم، خود همین مسئله اعمال قدرت هست و یک نوع خشونته. و اینکه تمرین دموکراسی چطوری اجرایی خواهد شد اگر ما این دیکتاتوریایی که تو درون خودمون هست که سالیان سال شکل گرفته و به یک نوعی در شاید ناخودآگاه جمعی ما هم هست اونا رو نشناسیم. من خودم خیلی علاقمندم بحثای سیاسی ولی و دوست دارم یاد بگیرم، ولی بعضی وقتا گاهن تجربه من، نه در این گروه نمیگم ولی در گروه هایی که داشتم، خیلی چیز شدم، ناامید شدم در واقع و احساس کردم کسایی که نه در این گروه، باز منظورم این در این گروه نیست، بس کسایی که گروه هایی رو میذارن و خواهان تغییر در جامعه ایران هستن هنوز تحمل بحث مخالف یا تحمل دیگری و دیگری رو ندارن، دیگران رو ندارن. و این باعث میشه من فکر میکنم همون جامعه مدنی رو اگه فکر میکنم اگه به قرار شکل بگیریم در کنار اون آگاهی دانش از تاریخ و خیلی چیزهای دیگه، فکر میکنم فردی ترم باید روش کار کنیم. این حالا من نظرم رو گفتم ولی بازم به شکل یک سوال مطرح میشه که تمرین دموکراسی چطوری خواهد بود اگر دیکتاتوری درون خودمون رو نشناسیم. با تشکر، ممنونم. خیلی ممنون خانم فریبا. دوستان صحبت میدیم برای جمع‌بندی با آقای بدی کلامی و آقای حسن مکارمی زیر 10 دقیقه. آقای کلامی، آقای مکارمی، آقای کلامی با شما شروع میکنیم برای جمع‌بندی خود. بفرمایید. بله خیلی ممنون. بس خیلی بلرازا کشید از زاویه های مختلف. راستش بخواید بحث من در اول این نبود که اوضاع سیاسی ایران رو بررسی کنم و میفهمم که این تفسیری که در واقع فوکو از قدرت میده منطبق با شرایط عصر حاضر و تو حرفا هم گفتم خیلی از شیوه های اعمال قدرتی که توی ایران اجرا میشه در واقع شیوه های قرون وسطایی و همون تفکر به قول معروف چوپانی و من صلاح همه شما رو میخوام و نمیدونم خامنه‌ای پدر همه ماست و در نشه پدر هرچی به گشتگان نداره، تو اون حوزه ها توی اون دیسکورس که میچرخه اینو من که میفهمم، ولی من هدفم بیشتر این بود که ما چیکار کنیم که از خود مکانیزم قدرت یاد بگیریم و اون مقاومت رو بیشتر سازمان بدیم. ببینید متاسفانه وقت کم بود یا من خیلی زیاد چیز کردم بحث رو پخش کردم. تمام یه مثال بزنم، گروه های خشونت پرهیزی که تو دنیا وجود داره و حتی میتونه تو ایران هم باشه، اینا راز قدرت صاحبان قدرت رو از اطاعت و همکاری میدونن. اونا صاحبان قدرت که میدونن چطوری از دو مقوله اطاعت و همکاری استفاده کنن واسه که سر تو قدرت بمونن.
بنابراین نافرمانی برای شکستن قدرت بسیار مهمه. به زبان دیگه نقض قانون در قالب حالا بگیم نافرمانی مدنی واسه رهایی و تغییر نظام قدرت ضروریه. این کاملا درسته، ولی خب چرا انجام نمیشه تو ایران؟ خب میتونه دلایل زیادی داشته باشه. ترس از مجازات، عدم گسترش و حمایت، یه نوع گرایش به انتقام جویی و خشونت در بین ما در مقابل خشونت وحشیانه که رژیم، اینم میتونه باشه. من بحث من نیست که خیلی ملایم باشیم، ولی اعتقاد به جنبش های بزرگ و داشتن چون یه پیشفرض برای یه عمل انقلابی، اینجا اشکال کار خیلی زیاده. یا قانون همه یا هیچ، یا باید ما یه حرکتی را بندازیم که همه ساختار قدرت رو از بین ببره، یا نه هیچ. در واقع چیزی که من میخوام بگم، جنبش مهسا درسایی به ما آموخت. من از بحث آقای یوسف عدلان که من بهش کاب میگم چون میشناسمشون، استقبال میکنم. یعنی واقعا این درسته، این مخصوصا این جنبش اخیر زن زندگی آزادی که با مرگ مهسا شروع شد به ما یاد داد که غیر متمرکز بودن رو تمرین کنیم، شبکه ای عمل کردن رو تمرین کنیم و حداقل اثر حداقل ها انسجام داشته باشیم و ریز قدرت ها رو همگرا کنیم. ببینیم این خیلی مهمه که همه ریس قدرت هایی که توی جامعه هستش، از جنبش زنان تا جنبش دانشجویان تا جنبش کارمندان تا جنبش دیگر باشان، همه این ریس قدرت ها باید کنار هم جمع بشن و سر یه چیزی اتحاد داشته باشن. من از این بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. ممنون که به من این فرصت رو دادین. سلامت باشین و ممنون. خیلی ممنون آقای دهی کلامی. آقای مکارمی بفرمایید. آقای مکارمی. بله، توضیحاتی که دوستان میدن معمولا بعضی وقتا من بر خودم ایراد میگیرم که روشن صحبت نمی کنم، برای اینکه انتقاد میکنند و بعد خودشون همین حرفی رو میزنن که من قبلا زدم. این رو خوب متوجه نمیشن چه دلیلی داره این کار. ولی به هر حال بر جهت صحبت‌های جناب اردلان، سکوت در مورد یک پدیده نه مخالفت با اون پدیده است نه کم انگاشتن اون پدیده است. ما در یه حوزه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، در این حوزه وایسیم. اگر بحث بر این بود که جامعه مدنی، نهاد جامعه مدنی در ایران عزیز کجا قدرتش بیشتره، کردستان. بحث نبود که من به این مسئله اشاره بکنم. بحث ما این بود که، بحث اساسی این بود که ما نتونستیم جمعاً در مقابل یک تشکیلات حزبی، واقعا حزب به نام مؤممین شیعه، نتونستیم هیچ گونه جامعه مدنی و نهادش رو داشته باشیم، بلکه نذاشتن، بلکه نشد، بلکه حتی یکم جلوتر هم بریم این تعارف نداره. حتی در زمان 3 ساله حکومت زنده یاد مصدق نشد چیزی، اون چیزی که باشه و نهادش باشه و بمونه و بتونن مردم دوباره روش سوار بشن، نبود، نشد، نیست. اینه که توجه رو، من اصرار دارم روی این مسئله، توجه رو به جای تلاش در تغییر قدرت سیاسی که بازم یه بار دیگه تغییر بدیم، چیز زیادی عوض نخواهد شد عزیزم. تغییر قدرت سیاسی با یک قدرت سیاسی دیگه، من اشاره میکنم به شما، دعوت میکنم به مطالعه تاریخ افغانستان. من اونجا 2 بار دعوت شدم برای در واقع بررسی برنامه های استراتژیشون در افغانستان. هر دفعه زدن قدرت سیاسی یکی دیگر خراب کردن. شاه بود، کودتای داوود، بعد حزب خلق، اون یکی، و بالاخره مجاهدین، بعد از مجاهدین طالبان، دوباره مثلا یه نوع جمهوری، دوباره طالبان.
اینا قدرت سیاسی رو مرتب از هم میگیرن. علت خیلی بنیانیش هم اینه که بنیان قضیه افغانستان به عنوان یک دولت ملت خرابه، در کار بین ندارم، ولی اینا قدرت سیاسی رو از هم میگیرن. ولی یک انسان افغان، چه زن چه مرد، وارد حوزه نهاد اجتماعی نمیشه، نیست اصلا، حضور نداره در اونجا. وقتی صحبت بکنید با مردم، جامعه مدنی نیست، قومه. تمام انتخاباتی که صورت میگیره به نظر میسه قومی است. وقتی شما صحبت میکنید با یک وزیر و معاونینش و معاونین، همه از یه قومن. نمیشه. یعنی اصلا صلاحیت و دانستن مطرح نیست. این مثلا اگه تاریخ کنیم، در واقع من آمدم. بله، صدا تصویر داریم، بفرمایید. بله بله بله. این مسئله رو به طور کلی، تمام تلاش من اینه که نشون بدم به طور کلی باید تجدید نظر بکنیم درش. یعنی گرفتن قدرت سیاسی امروز آیا راه حل ساختن ایران عزیز هست؟ من میگم نیست. قدرت سیاسی هم عوض بکنیم، ما نمیتونیم، امکانش رو نداریم که ایران عزیز رو بسازیم. ولی اگر تلاش میکردیم از همون روز اول که معترضین به مجلس اول شورای ملی که قانون اساسی رو نوشتن آمدن تو داد زدن، گفتن همین الان شما در هیچ قانون اساسی می نویسید، در گیلان و کرمان ارباب ها دارن رعیت هاشون رو می کشند. هیچ کس جواب این مسئله رو نداد، هیچ کس توجه به این مسئله نکرد. ببینید مسئله اساسی ما سازندگی ایران عزیز، نه تغییر قدرت سیاسی. تلاش میخواید بکنید، هر کدوم دوست داریم انجام بدیم، ولی متاسفانه به نظر من یک راه حل بسیار مطلوبگراست که فردا نتیجه هم نخواهد داد. یعنی نمیشه، این امکان وجود نداره که ما بتونیم با معممین شیعه به این شکلی که هستند و در بین مردم طرفدار دارند بیم از روبرو بیستیم روبرو اینها. امکانش نیست. شما نگاه بکنید یک مسئله خیلی روشن، وقتی که موقع عزاداری میشه، واقعا به نظر شما همین هایی که رفتن در جنبش زن زندگی آزادی در خیابان ها حتی جانشون هم از دست دادن، اینا نمیرن دوباره سینه بزنن و زنجیر بزنن؟ واقعا به نظرتون اونا نیستن؟ یک کمی باید در این مورد بیشتر تأمل کنیم. به ویژه این که تغییر نظام اندیشه‌ای بر اساس مدل سازی به نظام اندیشه‌ای بر اساس روابط علت و معلولی دو روزه نمیشه. خیلی مشکل. ببخشید من زیاد باز حرف زدم. خیلی ممنون آقای مکارمی از همه دوستان و سخنرانان امشب، متشکرم. به امیدوارم که در این بحثا ادامه بدیم، شاید بشود یک راه حلی پیدا کرد از دیدگاه علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. آرزوی شب روز خوشی برای همه شماها دارم. شب همگی بخیر. شب همگی ممنون. شب روز دوستان. شب همگی خوش. ممنون از دوستان عزیز و آقای خلف که زحمت کشیدن. ممنون از همه دوستان. ممنون از شما و آقای خلف. متشکرم. آقای خلف، من شماره تلفنم رو میدم به سوسن، سوسن میده به شما. خیلی ممنون. من مجددا از آقای مکارمی و آقای بدی کلامی واقعا برای بحث خوبشون که یه بحثی رو ایجاد کردن، امیدواریم این بحث ها ادامه پیدا بکنه و بتونیم دوباره در یک زمان دیگه و در همین میز مشترک با هم دیگه باشیم. خیلی ممنون از شما و همه دوستانی که در بحث شرکت کردن و در اینجا با ما بودن. خیلی ممنون. مرسی برای برنامه خوبتون. شب خوش.